پس به قول زنده یاد مانوک خدابخشیان، یک دست صدا داره، در مونیخ هم یک دست صدا کرد. صد درصد، صد درصد. بعد همون یه نفر، چون اینجا تا 80 تا 70 سال پیش یک شهر دهاتی خیلی محدود و دور از همه چی بود. بله، اونو به آلمان بیشتر منطقه کشاورزی بود، قطب کشاورزی بود بیشتر. همینطوره، همینطوره. هم جنوب آلمان و هم جنوب شرقی آلمان که اون DDR سابق بود، اونجا کشاورزی. البته کشاورزی اینها به اون حدی که شما در امریکا میبینید و میدانید و موجوده نیستش، ولی بله تا اینجا محل کشاورزی و دامداری، گاوداری. درست. خدمت دکتر فرزندم درود بسیار گرم. درود به دکتر شاهین عزیز، درود آقای اطمینان، درود علی جان. درود شما رو. من دکتر فرزنده فهرست کتاباشو بده اونجا اون پشت ببینیم چی به درد بخور داره، کتاب با هم عوض کنیم. آقای اطمینان، من مریض بودم، بیمارستان بودم عزیزم. آقا بلا دوره، خیلی عذر میخوام، عذر میخوام واقعا که من انقدر بی توجه بودم، ببخشید منو. خواهش میکنم، انشالله که الان بلا دوره دیگه، به کارهای کردن بالاخره. بله بله، بیمارستانم با هم بعد از ورزش زیاد در این چند سال اخیر هم تو پشت سر هم دیگه داشتیم بیمارستان. زانو عمل کن، کمر عمل کن، نمیدونم دست راست عمل کن، از این حرفا زیاد داشتیم و همش هم صدمات ورزش بود، ورزش گذشته و البته بی احتیاطی خود بنده. دکتر سیاوش عبستام درود میفرستیم از پاریس. درود دکتر. امروز روز خوبیه، همه عزیزان رو میبینید، آقای فرازنده، آقای رئیس، آقای مدرسان. بعد واقعا خوبه، خیلی جالبه. جناب نجات هم امروز خودشون رو نشون دادم، خوشحال میشون بابا. خب منم یه درودی بگم به دوستان، آقای دکتر فرازنده، آقای دکتر سیاوش عبستا، سایر دوستان رو که درود فرستادم. نمیدونم آقای دکتر عبستا آوای ما رو گویا ندارند یا درود بر شما ندارید. من آوای شما رو دارم، شما دارید آوای منو؟ آه درود، بله اکنون آواتون اومد. درود بر شما، سپاسگزاریم آقای دکتر سیاوش عبستای ارجمند که دعوت جنبش رنسانس ایرانی رو پذیرفتید و تشریف آوردید. سپاسگزار از شما نازنین. جناب عبستا درود بر شما. درود بر شما مهربانیان. خیلی خوشحالیم که شما رو داریم. منم خوشحالم، بسیار خوشحالم. درود میفرستم بهتون و با شما مهربانیان هستیم. به به، جناب دکتر رخ نما، رخ نما. درود دکتر. دکتر فرازنده درود عزیزم، علی جان حالتون خوبه؟ درود دارم به همه مهربانیاران. چه تابلو زیبایی دکتر جان، میدان شهیاد و خیلی خیلی زیباست. این کار دخترم شیواست. آفرین آفرین. این یکی دیگه کار استاد افشین امینی است، فرزند تیمسار امینی که اعدام شد، استاد دانشگاه در ایران، برای من کشیده و بعد مادرش گفته از طرف من برای سیاوش عبستا. آفرین. همون خانومی که داره ساز میزنه اون، این خانم سازن دکتر افشین امینی و این ایفل و خانم و شیوا جان، این کار شیوا است. عالیست، خیلی خیلی کار جالب. شیوا کاراشو میتونین ببینین، ام اس آ یعنی مورگان شیوا عباسی، ام اس آ دات پی ام، این سایت دات پی ام، تابلوهای خیلی خوب و قشنگی داره، ام اس آ مورگان شیوا عباسی دات پی ام، و مدیر یک رادیو فرانسوی هم هست، هر روز هم برنامه داره، دوستان میتونن برن رو خط صحبت کنن، تمام دنیا پخش میشه.
چه جالب، به زبان فرانسه است برنامه؟ فرانسه. آره. باید اول فرانسه یاد بگیریم. مثل بشدی ممانه. ما اول آمده بودم اینجا با اینم میشدی حرف میزدم، بعد میگفتن یک کمی میفهمه. چون حالا بگم به شما، ارقام فرانسوی مثل ارقام ایرانی است. یک آن، یک آن، دو دو، سه تخوا، کت چار، کت و چار مثلا سنگ، پنج، شیش سیس، هفت ست، ست، هشت هیت، هیت، نف نه، مثل همه، ده دیس، و خیلی چیزایی دیگه داریم که مثل همه. دکتر فریدون جنیدی، استاد بزرگوار انتشارات بلخ ایران، نیشابور، بنیاد نیشابور، ایشون که یک دانشگاه تقریبا داره در ایران، به فرزندانش در بچه که پیشی درس خوندن دستور داده تا این 30 سال اینها واژه های بسیاری کتاب نوشتن، واژه های پارسی رو در زبان فرانسه، واژه های پارسی در زبان آلمانی، چون اینا اصل مهاجرت آریاییان، اینا اصل مهاجرت از ایران، فلات ایران بوده در 7700 سال پیش که تمدن ایلامیان منهدم میشه با بمب اتم امروز. اینا اسنادش امروز آقای دکتر شاهین امریکا منتشر کرده، کار دیگه مال سیاوش اوستا نیست مردم حسودیشون بشه بگن تقریبا 7000 سال است. نه، امریکا فیلمای مستند منتشر کرده که با ماهواره زیر زمین رو از عربستان سعودی تا سیبری و اسرائیل اینا فیلم گرفتن که یک تمدن بسیار بزرگی که جراحی مغز، همونی که ما گفتیم توی سالا، جراحی مغز انجام میداده، گروه موسیقی داشته، اتم رو میشناخته، گروه جراحی چشم، چشم مصنوعی اینا رو اونجا پیدا کردن با عنوان فن دو موند، یعنی آخر زمان. فیلمش رو صفحات ما هست، میتونید ببینید، فکر کنم به زبان انگلیسی هم باشه. از نظر عرض و طول جغرافیایی تقریبا زیر فلات ایرانه؟ نه دکتر، میدونید که ایران کهن بر اساس تورات که در آنسیان تستامان در عهد عتیق هم کاملش اومده، ایران در زمان ایلامیان که ایلامیان همون ایلانیان هست، ایلام ایران، ایران هست در این شکلی هست. خود اینم توی فیلم میگه، خود آمریکایی هم میگن، نمیدید از هر نیست شبگن سیاوش عوسته گفته من حسودی میشه اینو نمیگم. نه خود آمریکا داره میگه، محققین پژوهشگران اینا از ناسا، از نازا، ناسا ما میگیم، نازا شو میگیم، ناسا خواستن که اینا ماهواره در اختیارشون بذارن که اینا بتونن زیر زمین 140 کشوری که با ایران بوده، شاهنشاهی ایران رو داشتن در اون موقع که از عربستان کنونی بوده تا سیبری، تمام این ستانه ها و تمام فلات ایران، ایرانی ویچ، اینا همه اینو فیلم برداری کردن و زیرش در بوده. این شهری که الان نیوم داره محمد بن سلمان میسازه، این زیرش درست شهرهای متمدن قدیم زمان ایلامیان هست. بسیار جالبه، باید این برنامه رو دید. برنامه خیلی جالبه، بیرون میاد، تولید میشه، خواص دنبالش میرن. حالا در با زاویه دیگری، من پریروز یه برنامه دیدم در شبکه پرایم، پرایم شبکه است مثل نتفلیکس، خصوصی است دیگه، افراد میتونن ماهیانه در 12 دلار بدن و برنامه‌اشو تماشا کنن. خیلی فیلم سینمایی و سریال داره و برنامه‌های مستند. در کمال ناباوری برنامه درست کردن به نام بیلدربرگ، حدود 50-55 دقیقه برنامه است اگه اشتباه نکنم، من پریروز دیدم و خیلی خیلی دیدنی است. آنچه که گلوبالیستا اومدن طرح و برنامه ریختن که چگونه پس از جنگ دوم جهانی به مرور قبضه کنن جهان رو و قدرت رو از دست نیشن استیت ها، دولت های ملی در بیارن و بیفته دست بانکدارها و بنیادهای مالی، بسیار مستند توی این برنامه میگه و خیلی چیزاشو میدونستم ولی یه نکته رو نمیدونستم، خیلی برام جالب بود. آخر دهه 60 میلادی خروجی یکی از این نشستای بیلدربرگ این بود که باید رفت به دنبال زوال اخلاق در جامعه و باید رفت نابود کرد بنیاد خانواده رو. و خیلی جالبه، به فاصله یه سال، یه سال و نیم، شما میبینید که هیپیگری موجی بلند میشه در اروپا و امریکای شمالی که اصلا آن سرش ناپیدا، کشیدن مواد
بیقیدی کار نکردن و اصلا یک فروپاشی اجتماعی عجیب و غریب که دیگه در اوجش رو در سان فرانسیسکو در شمال کالیفرنیا نشون داد. بعد تازه متوجه شدیم این جریان هیپیگری و اون موجی که بلند شده بود که حرفای پرت و پلا میزدن، نمیدونم این جنبش اعتراضی است، این نمیدونم حرکت اعتراضی است و اینا، اصل قضیه کلیدش رو بیل برکاز زده بودن. به هر حال از اون برنامه‌هاست که همیانان خیلی خوبه ببینن اگه ندیدن. آفرین، براو، آفرین. جناب عبستان، این بندر مارسی از همون زمان ایرانی ها اونجا نبودن؟ ایرانی ها عرض میکنم که آقای عزیزم میدونید گلوا اینجا میگن، شارق دوگر میگن گلواس، گلوا گیلانی ها هستن. کرمانی ها اینها رو که من میگم باز میخوام این تأکید کنم چون در جهان هست بسیار مانع میشن افکار و اندیشه اوستا پخش بشه، میخوام بگم که سند بدم که دیگه رو جرم نزن. استاد فریدون جنیدی ایشون اخیرا کتابی نوشتن با عنوان مهاجرت آریایی ها. اینا رو ایشون در اونجا میگه که ایشون خودش صدها شاگرد تربیت کرد. میگه گرمان کرمان، عربا چون گاف ندارن کردنش کرمان. این گرمان همون جرمنه، آلمانه، جرمنی گرمنیست. اسپانیا اسپاهان، سپاهان هست، مهاجران اینجا هستن. و همونطور که شما فرمودید دیگه فرانسه، فران، فری، پاریس، اینا خودشون تو تاریخ گذشته که برید، من در کتابخونه ملی فرانسه سالها پیش، 40 سال پیش رفتم تحقیق کردم، ریشه پاریس دیگه پرسه، پرس بوده که شده پاریس. و گلوها اهل گیلان هست. اینه که فرمای شما درسته، این تمام مهاجران اروپایی، اصلا یه نکته دیگه بسیار واضح‌تر، ایرلند درست مثل پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، یعنی استان ایر یعنی ایران. برای همینه که بابی ساندز و دیگران اینا عشق علا، من بارهام رفتم اونجا، یعنی روابط داشتم با ایرلندی ها. و خودشون تو دانشگاه که میرید اینها خودشون میان اینا اصلا میذارن جلوت که ریشه اینها آریایی است. آریایی هم یعنی همون ایران، ایران، آرمنی، ایلام. این تلفظ ها فرق کرده، مثل که الان اسم منی که میخوان تو فرانسه بگن اوستاری که اصلا به سختی سیاوش اوستا میگن، حالا عباسی که میخوان میگن عبزی، اس رو زد میخونن، یا مثلا میخوان میگن امام میگن ایمان، ایمان میگن جاش، خیلی واژه، یا اساسا حسنیین، حسن صباهین، واژه اساسا جا افتاده. این تغییر آوای نامه ها رو نباید تغییر، ریشش همون آریا، ایران، ایلام است که اینا آریاییان. مهاجرت هند اروپایی هم غلطه، اروپا بعد از ایران به وجود اومده، هند بعد از ایران به وجود اومده، یعنی همه تو فلات بزرگ ایران بودن که همون تمدن ایلامیان رو تشکیل میدادن، که تمدن ایرانیان ایلامیان یه تمدنی بوده که تمام اون تکنولوژی که ما امروز داریم اون موقع اونا داشتن. یعنی تکنولوژی چیپس و جراحی و از ماهواره و اینا دیگه خودشون الان میگن، یعنی در غرب میگه. بعد در غرب دو تا دیدگاه هست، یکی که میخوان ایران رو نابود کنن، یکی که نه میخوان ایران رو ببرن بالا. این دو جناح هستن، همچون که در خود اسرائیل شما در نظر بگیرید آقای موشه کساب رئیس جمهور میشه ایرانیه، زور میزنن بنده خدا رو بندازن زمین بزننش زندان. یعنی سیستم جهانی هم الان اونجور که سابق فکر میکردن نیست، نظم نوین جهانی هست. ما هرچی قدرتمون قوی تر باشه تو این نفوذ بیشتر داریم، هرچی قدرتمون ضعیف تر باشه احمقا و علاقا حکومت کنن میریم پایین تر. زمان شاه داشتیم میرفتیم بالا. یه نکته جالبه که چیزی میخواست بگیم مهدا جان؟ نه خواهش میکنم، میخواستم عرض بکنم اگه مهر بکنید به من کوهست رو بدید، چون اون قبلی با لپتاپ بودم. این نکته که دکتر اوستا اشاره کرد در مورد جرمنیا کرمان، ما نقشه داریم، نقشه قدیمی داریم، نقشه ها جالبه که یونانی ها منتشر کرده بودن و بخشی که جنوب شرقی ایرانه، استان کرمان امروزی رو قشنگ روی نقشه جرمنیا زدن. یعنی این نام رو نقشه ما بوده. فکر میکنم والا ایرلند و اینا که دیگه اینقدر آشکار سرزمین آریاها،
که قابل انکار نیست. فکر میکنم آخرین موج مهاجرت ایرانی آریایی، یا منظورم ایرانی تباره، نه الزاما شهروندان ایران، به اروپا کرواسی بوده. دانشگاه زاگرب 3-4 سال پس از فروپاشی کمونیسم یه سمپوزیوم بزرگی برگزار کرد، فکر کنم از 94-95 بود، که اونجا اسناد و مدارک منتشر میکنن که بخش قابل توجهی از مردم کرواسی، یعنی اکثریت، ایرانی تبارن و از ایران مهاجرت کردن، که به نظر میاد اتفاقی که افتاده وسط های دوره اشکانیست، یعنی ما داریم صحبت حدود 2000 سال پیش رو میکنیم. و خیلی جالبه که این اسناد مدارک رو داشتن، در دوره کمونیسم منتشر نشده، چون میخواستن که خودشون رو بخش از جهان اسلاو نشون بدن، چون به هر حال برادر بزرگه اتحاد جماهیر شوروی ترجیح میداده اینا همه زیر چتر خودش باشن. ولی الان اگه گوگل کنید سمپوزیوم دانشگاه زاگرب 1994-95، همه اسناد و مدارکی که اینها رو ایرانی تبار نشون میده میاد بیرون. جالبه که مربی تیم ملی فوتبال ایران که سالها مربی تیم ملی بود، اومدن بهش شهروندی ایران رو دادن، شهروندی افتخاری ایران رو دادن، و حرف قشنگی زد، گفت که برای بار دومه که من دارم شهروندی ایران رو میگیرم، یکی 2000 سال پیشی که امروز. نشون میداد که اینها آشنایی دارن با این مقوله مربی شدن. اسم نام مربی هم سر زبونم، چند سال مربی تیم ملی بود ایران، جام جهانی برد، بعد چند سال مربی پرسپولیس شد تا 2-3 سال پیش. کوغاش؟ نه کیروش پرتغالی. نه بگوویچ. نه بگوویچ هم نمیده جان. حالا یه ویچ که پشتش بذاریم همون در میاد. حالا آره، حالا اگه یادم میاد بیام، خیلی آدم خوشتیپی بود، عینکی میان سالم. اینا همه آریایی خوشتیپ دکتر. حتی میدونید که کراوات کراسی از کراوات میاد. کراوات واژه پارسی سانسکریت، ایرانی همونجوری که میدونید، و اینا اسم مملکتشون رو اسم کراوات گذاشتن که این دستمال گردنای آریایی بوده از قدیم. بسیار عالی، خیلی جالبه. مرتضا جان اگه چیزی میخوای بگی آغاز کنیم، من بعدش یک پیشگفتار خیلی کوتاه درباره خدمات دکتر سیاوش اوستا بگم و بعد بریم سراغ سخنان ایشون و ببینیم نشنیده ها و نخوانده ها رو درباره فرزندان جانباخته شاهنشاه فقید. خواهش میکنم. پس با پروانه شما و سایر دوستانی که نشست و آغاز بکنیم و دوستانم مهر بکنند میکروفون ها رو بسته نگه دارن که مشکل اینترنتی پیدا نکنیم. به نام ایران زمین، با درود پیشگاه هممیهنان ارجمند، بانوان و آقایان سروران ارجمندی که مثل هفته های پیش هر آدینه ما رو در این نشست های هفتگی جنبش رنسانس ایرانی همراهی میکنند، حالا چه در نشست ها به صورت حضوری و چه اجتماعی رنسانس ایرانی که ما رو به صورت زنده یا بازنده توش تماشا میکنه. خب ما به فراخور جاودانگی و در گذشت شاهپور علیرضا پهلوی که 13 دی ماه بود نشستی رو در این خصوص برگزار میکنیم. البته امروز روز بسیار بزرگی هم برای بانوان ایران زمین هست، روزی هست که رضا شاه بزرگ آزادی رو به بانوان ایرانی بازگردوند و به یک نوعی اونها رو آزاد کرد از قید و بند اسلام سنتی، و حالا در تاریخ ما اون رو به عنوان کشف حجاب میشناسیم. به هر حال این روز فرخنده رو به تمام بانوان ایرانی که آزادمنش هستند و امروزه هم میبینیم که در فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بسیار کوشا هستند، شاد باش میگم. خدمتتون عرض بکنم که سپاسگزارم از آقای دکتر سیاوش اوستا که دعوت جنبش رنسانس ایرانی رو پذیرفتند، و من خاطرم است که چند سال پیش با آقای دکتر سیاوش اوستا که گفتگویی داشتیم در جنبش، ایشون در سالگشت شاهدخت لیلا در پاریس شرکت کرده بودند و
البته سخن در رابطه با علی شریعتی شیاد بود، اما کار به اینجا رسید و خاطراتی گفتن، تحقیقاتی داشتن، پژوهش‌هایی در این زمینه داشتن خاطرم هست، و به همین مناسبت به خاطر پژوهش‌هایی که داشتن از ایشون خواهش کردیم که تشریف بیارن و از بود و نبود این دو دسته گل پهلوی و ایران به راستی که من به شخصا جگرم می‌سوزه هر موقع که می‌بینم که ما یک شاهزاده ایران شهری، یک شاهزاده ایرانگرا رو به نام شاهپور علیرضا پهلوی از دست دادیم. بسیار برای من سخت و اندوه برانگیز هست. به هر حال آقای دکتر اوستا تقبل زحمت کردن که در این خصوص بیان و اونچه که دیدند و پژوهش کردند و شنیدند و بدون تعارف و بدون پرده برای ما بگند. اما قبل از اینکه من گویانه رو پیشگاه آقای دکتر سیاوش اوستا تقدیم بکنم، آقای دکتر شاهین نژاد سخنگوی جنبش رنسانس ایرانی میخوان یک پیشگفتاری رو داشته باشند. و درود بر شما، درود دوباره استاد نژاد، خواهش میکنم که بیان دست بگیرید و اون پیشگفتار رو داشته باشید. سپاسگزارم از شما. خیلی ممنونم، سپاس مرداد گرامی، و با شاد باش فرارسیدن 17 دی، روز آزادی زن ایرانی. روز رو به همه ایرانیان به ویژه به آزاد زنان ایران شهر شاد باش میگیم، و یه بار دیگه میگیم روان شاد رضا شاه کبیر که خاکریزای و فتح کرد که در کشور اسلام زده عقب مانده شیعه جعفری پسرفته ما در اون هنگام افراد فکر میکردن برای ایران یه 200-300 سال این اقدام زوده، و ایشون این کار رو انجام داد و خوشبختانه غول از چراغ بیرون اومد و دیگه زن ایرانی رو نتونستن بفرستن به ته پستو، حتی با وجود 43 سال سرکوب و تهدید و اقداماتی که جمهوری اسلامی کرد. نخست سپاسگزارم یکی از دوستان که داشت برنامه رو گوش میداد یا نگاه میکرد و برام تکست زد که نام مربی تیم ملی برانکو ایوانکوویچ بود. خیلی ممنون از یاداوریش که به هر حال هم تبار ماست، از ایرانی تباران کرواسیست. و بعد دکتر سیاوش اوستا معرف حضور همه دوستان هست، نیاز به معرفی نیست، فقط خواستم که دو تا از خدمات مهم ایشون رو بازگویی کنم. دکتر اوستا از هنگامی که در پاریس شهر فرنگ رو انداخت، دفترش و مرکزش پاتوقی شد برای کوشش‌های فرهنگی، کوشش‌های هنری، و میزبان خیلی از همیهنانی بود که اونجا میرفتند و به هر حال در شهر فرنگ بویی از ایران رو میشنیدند. گاه شمار آریایی 7000 ساله که به صورت کتابچه‌ای از سوی دکتر اوستا منتشر شد و تمام این سالها هم پی گرفته شد، امروز برای خیلی از همیهنان که میبینن، خب بالاخره خیلی ها میکوشن که مناسبت های تو تقویم و از مناسبت های اسلامی بردارن، مناسبت های ایرانی توش بگذارن، ممکنه خیلی کار عجیبی نیاد، ولی زمانی که سیاوش اوستا این کار رو انجام داد واقعا یک سنت شکنی بود و خیلی هم نکته مهمی بود. گاه شمار و تقویم یک ملت مهمترین رخدادهای اون مردم و نیاکانشون رو ضبط و ثبت میکنه، بازاندوخت میکنه، و کشوری که از رخدادهای ملی تقویم و گاه شمارش خالی باشه، کشوری از خود تویی شده است، از دست رفته است. به نظر من اون گام یه گام بزرگی در جهت نوزایی ایرانی بود که خوشبختانه خیلی با استقبالم روبرو شد و خیلی رفتن تو این زن که باید از این مناسبت‌های اسلامی بیرون اومد و رفت گشت و مناسبت‌های ایرانی و ملی رو جست. این یه خدمت بزرگ. و یه خدمت دیگه، هنگامی که دکتر اوستا اومد و در مورد شریعتی گفت و نوشت، نه به عنوان منتقد، به عنوان شاهد دست اول، ایشون در سالهای نوجوانی به شریعتی نزدیک میشه در مشهد و مثل خیلی از نوجوانان و افرادی که تحت تاثیر قرار میگیرن، از زبان چرب و گرم و نرم این آقای شیاد تحت تاثیر قرار می گرفتن. سیاوش پوزش بخواد، اوستا هم به ایشون نزدیک میشه
و آنچه که دیده و آنچه که درک کرده و دریافت کرده و نوشته و با ما در میون گذاشته دکتر اوستا، تجربیات دست اولشه از تضادها و تناقضهای بزرگی که در این شخصیت بوده، در زندگی بیرونیش و در واقعیت درونیش، از نگاهی که به مردم داشته در مقایسه با دروغهایی که به مردم تحویل میداده، از زندگی شخصی خودش تا ریاکاری هایی در مورد فاطمه فاطمه است و حسین حسین است و نمیدونم از این صحبت ها، و منتشر کردن این کار در اون زمان یک به نظر من یک نوآوری بسیار خوبی بود، چون اون هنگام که این کار بیرون اومد هنوز برای برخی از هموطنان ما شریعتی یک وزنه بود، فکر میکردم واقعا با یه اندیشمند صادق یگانه انسان وارسته سر و کار دارن. و سیاوش اوستا بدون رو درواسی حقایق رو با همیهنانش در میون گذاشت و پس از اون شروع کرد به ریختن و فروپاشی این تندیس دروغینی که از این شخصیت شیاد درست کرده بودن. به هر حال سیاوش اوستا به خاطر زندگی در مشهد این بخت رو داشت که با علی شریعتی که اون سالها هم در مشهد فعال بود نزدیک میشه و بعد در حسینیه ارشاد رو تعقیب میکنه. ضمناً چند سال پیش که فکر کنم 2-3 سال پیش دکتر اوستا در یک نشستای جنبش در مورد شریعتی سخن گفت، گفت که اون کتاب رو به صورت PDF آزادید که به هر کی خواستید بدید و هیچ حق انحصاری روش نمیخوام، مردم بگیرن و بخونن، و بدون هیچ چشم داشتی بیش از پیش این کتاب به صورت PDF پخش شد. فکر کنم فقط 200-300 نفر از خود ما دریافت کردن کتاب رو، که همین دوتا یعنی گاه شمار و شکستن بت دروغین به نام شریعتی، همین دوتا به نظر من در کارنامه یه فردی باشه کافیست که بگیم که به ایران و ایرانی خدمت کرده. امروز هم به خاطر آگاهی های دست اولی که دکتر سیاوش اوستا از شاهزادگان علیرضا پهلوی و لیلا پهلوی داشته، خیلی سپاسگزار میشیم که این اطلاعات دست اول رو بشنویم در مورد زندگیشون، روحیهشون، حرفایی که میزدن و گمانه‌زنی های دکتر اوستا در مورد مرگ این دو نازنین. خیلی سپاسگزارم و سخنان دکتر رو گوش میدیم. درود بر شما جناب دکتر شاهین نجات، سپاسگزار مهربانیتون هستم. از سخنان بسیار زیباتون واقعا بسیار واضح میگم خدمتتون شادمانم، سپاسگزارم. درود دارم به همه مهربان یارانی که اینجا با ما هستن، همه فرهیختگان و سرخشوران آریایی، تک تک شما رو من میشناسم، بهتون ارادت دارم، فرهیختگان هستید که روشنگری و رنسانس ایران و افشای قادسیه های نوین سرزمینمون به شما مدیون هست، سپاسگزارم. من هم میخوام در ابتدا روز زن رو، هفته دی رو به همه بانوان سرزمینم و دیگران شاد باش بگم، خصوصا بانوان عزیزانی که اینجا هستن. حالا میدونم که دکتر شاهین نژاد متأهل هستن، دکتر آرتمیس رو خوب میشناسیم، میدونم دکتر فرزنده رو میدونم، نمیدونم مرتضی جان شما همسر دارید ندارید، اردشیر نمیدونم داره یا نداره، بقیه آقای اطمینان که میدونم داره ولی نمیدونم، برحال مهرازی کنید به بانوان خودتون هم شاد باش، منو پیشکش کنید. من همینجا به شهبانوی عزیزم نیز شاد باش میگم، شهبانوی نازنینی که خیلی شجاعانه و رندانه در میدان نبرد از زمان محمدرضا شاه تا به امروز حاضر بوده برای یک ایران سربلند آریایی، به همسر خودم و دو تا دخترای خودم شاد باش میگم هفته دی رو. در ابتدا میخوام چون برنامه مربوط میشه به دو فرزند شهبانوی عزیز، دو خبر رو بگم به شما و همزمان سپاسگزاری هم بکنم از شهبانوی عزیزم. نخست این که شهبانوی عزیز در راستای همین فرمایشاتی های دکتر شاهین فرمودند که آریایی، رنسانس فکری، اندیشه‌ای و پارسی بودن در جهان بایستی تنین افکن باشه و از این 1400 سال ستم سادات تازی بر ایران بایستی گریزان باشیم. شهبانوی آریایی مدت هاست که وقتی بیانیه میدن، سابق اون بالا تا اوایل سال مینوشتن 1400 هجری، ایشون دیگه الان مدتی این کار رو نمی کنن، به ویژه بیانیه که برای بانوان صادر کردن دیروز و یا بیانیه که برای در گذشته صدرالدین الهی نوشتن تاریخ شاهنشاهی رو و تاریخ میلادی رو.
بله از شهبانوی عزیزم سپاسگزارم. نکته دیگه این که میخوام همین ابتدا سپاسگزاری بکنم با اینکه بارها این کاری کردم، اینه که یک شجاعت بزرگ تاریخی شهبانو انجام دادن، ناظرین مهربان، در تاریخ بی سابقه است. یعنی کسی که شهبانوی سرزمینی است که شیعه اثناعشری و خود شما میدونید چه بود، دو میگفتن ایشون سید سادات طباطبایی و چه ملاحظاتی بعضی دیگه که اطراف ایشون هستن میکنن که وای یک حرف نزنن که به چشم ابروی مکه و مدینه بر بخوره. اونا شهبانوی عزیز و نازنینم فرزند شاهزاده، من میگم شاهزاده چون با شاپور اونم مخالف، شاهزاده علیرضا پهلوی رو، یعنی ایریانا لیلا پهلوی رو ایشون به رسمیت شناختن، با اینکه ازدواج نکرده بود شاهزاده با پرنسس رها دیده بر، و خود این یک جنبش و تحول بزرگ آریایی بود. در رابطه با سید بودن یا نبودن که نیست، شهبانو فرح من مطلب دارم که مهربانی کنید اونو ببینید حتما، که یک سری از ایرانی های آریایی پاک اندیش اوستاگرا اینها در طول تاریخ با نهادن نام سید برای خودشون امنیت خریدن، امنیت برای جانشون و برای ثروتشون. خاندان طباطبایی نیز همینطور است. دیبا طباطبایی، دیباجی اصلا واژه پارسی است و حرفه ابریشمکاری کار ایرانی است، عربی نیست. اینه که این رو در پرانتز به شما مهمانیاران عرض کنم. نکته دیگه که در ابتدا بایستی مطرح کنم پیش از اینکه وارد مبحث اصلی بشم، چون طرح این مسئله در تایید یک اشاره کوچیکی که پیش از شروع برنامه دکتر نژاد کردن، اون این هست که ببینید برای درک اصلی تمام رویدادهایی که به ویژه در طول هزاران سال تا به امروز پیش اومده خصوصا در سرزمین ما، باید این رو بفهمیم. اونی که میخوام بگم چیه؟ اون اینی که یک نظمی در جهان حاکمه. حالا اون نظم رو میگن خدا، اهورامزدا، هر کسی اسمش میذاره. اعراب میگن الله، بت بزرگی که تو کعبه بوده رو، کعبه هم که آتشگاه ایرانی بوده، من از 40 سال پیش اینو گفتم، اون میگن الله. حالا اون بت بزرگ بوده که پدرش هم اصلا عبدالله بوده، یعنی چیز تازه نیورده، اون بته. ولی اهورامزدا رب به زبان عربی رب میشه خدا. این نظم که وجود داشته که یک اهورامزدا میگردوندتش، همه جای جهان نیز یک نظم و یک مدیری داره. آقای مهداد عزیزم همین امروز مثل همیشه گفتن دکتر شاهین نجات سخنگوی جنبش رنسانس. ببینید این جنبش رنسانس یک جمعی است که گروه فرهیخته جمع، یه رئیس داره، یه سخنور داره، یه پاسخگو داره، یک پاسخور داره، یه مدیر داره. بدون مدیر نمیشه کاری کرد. اگر خانه داریم ما، مسئولیت ها رو زن انجام میده، مسئولیت ها رو پدر انجام میده، مدیریت هست. تو شهرمون اگه هست شهردار داریم، استان استاندار داره، کشور شاه داره یا رئیس جمهور. خب اینجاست خوب دقت کنید، اینجاست که باید این مسئله رو بفهمیم تا خیلی مسئله دیگر روشن بشه. جهان یاران نازنین من، جهان یک رهبری داشته و داره. این رهبری جهانی با الان جورج سوروس شروع نشده، یا با کار پوپر قبل از اون باشه، یا با کارن مارکس و هایدگر که نامدن پروژه هایی دادن. این رهبری یه جهان که همه پیامبران هم که اومدن ادعاشون این بوده که میخوان جهان رو بگیرن، از قدیم بوده، قدمت هزاران ساله داره، وارد این مبحث نمیشه. چون قدمت هزاران ساله داره رهبری جهان، اداره جهان، حکومت جهانی در هر جایگاه های مقاطعی چیزاش عوض شده و درست هم هست، اینو من سیاوش عبسته بشار میگه، هر جایی باید مدیر داشته باشه، نداشته باشه همه چیز به هم میرزه. اگه شهردار درستی نداشته باشیم شهر من خرابه، اگه رهبر خوبی نداشته باشیم مملکت من خرابه. 43 سال نمونه شد دیدیم، 1400 سال وجود تازیان ستمکار صحراگرد رو دیدیم، که حتی امکان داره مادر بزرگ میرزا عبدالله هم فکر کنه که آقا ایرانی ها قبل از اسلام بچه‌هاشون رو سر می‌بریدن، محمد بوده گفته نبار. نه آقا این مال من نیست، من زن، چون روز زنی، زن در سرزمین من از روز نخست سالار بوده. سالار زنی که زرتشتی داره، بهایت داره و یهودیت داره و حتی مسیحیت، چون عیسی رو مادرشه که عیسی میکنه، مادرشه. اگه مادرش مریم پشت سر بچه نباشه عیسی نمیشه. زن سالار بوده پیش ما، زن سالار بوده، زن رهبر بوده، پادشاه بوده. میدونید شما اینا رو،
زن نقش مهمی در سرزمین آریایی داشته، اصلا قدیم تا به امروز ما نقش هایی داریم از زن های ما، مجسم های کوچک اینقدی تا بزرگ دار. پس این در نظم جهانی زن و مرد هم شریک بودن و دخیل بودن و خود ایران در مقطع های در سطح جهانی در این نظم جهانی شرکت کرده. زمان محمد رضا شاه تمام، من اینو به روزنامه آخته اخته میگیم، ما روسیه توده مسکو گفتم و قاطع هم گفتم بهش، گفت که ایران ژاندارم منطقه بوده، گفتم ما افتخار میکنیم به این، یه افتخار ماست، قدرتمند ما بودیم، قدرتمند بودیم، بقیه هواشون رو داشتیم، چنان که در زمان هخامنشیان دیگران مسکلان مردم همه میرن امریکا پرنده میشن، همه میمادن ایران پرنده میشدن. حتی در مقطعی در دوران حکومت عباسی که 1001 شب آفریده میشه، چون حکومت ایرانیه، زرتشتی توشه، یهودی توشه، برامکه زرتشتی هم، بعد یهودی خزانه داری داره، مسیحی ها توشن، فقط یه سمبوله، میان اینا در ایران هم در خراسان هم پایتخت شون. در یک مقطعی، در یک مقطعی باز ایران میبینیم نقش مهم داره در خود اسلام. خب این موارد قابل تأمل هست که نظم جهانی حاکمه، مدیریت جهانی حاکمه و این لازمه. اگه لازم نباشه یه دیوانه پیدا میشه مثل هیتلر چند میلیون نفر رو میکشه. اگه این حاکم نباشه دیوانای بسیاری میان میزنن انگشتشون رو فشار میدن بمب اتم هیروشیما و جای دیگر میآفرینن. دیوانه است. دیوانه‌ای نبودن تو خود ایران ما تیامی 43 سال اومد. آقا 43 سال دارن فحش میدن، انقراض و نابودی سرزمین‌هایی رو میخوان. من خب مخالف سیاست انگلیس همه ما هستیم، در شک نیست میدونم، ولی ما مخالف سیاست امریکا نیستیم. امریکا در ایران هرگاه باهاش متحد شدیم، ما باید حواسمون باشه سرمون جای کلاه نره، ولی اگه اون زبل در بود. وقتی که سالهاست شعار میدید مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکا، مرگ بر فلان، خب بسیار طبیعی است تو داری مرگ طرف رو میخوای، تروریست‌ها رو تقویت میکنی، پول از اصله همه چیز میدی، حتی وقتی که نمیتونی تیر بزنی چاقو میفرستی که بزنن، بعد از اون پول میدی، تو داری نظم جهانی رو به هم میزنی. نظم جهانی، مدیریت جهانی باید باشه که یقه تو رو بگیره. اما شوربختانه چون در ایران در این 43 سال اینا پولای زیادی دستشون بوده و بعد کسانی هم داشتن که اینا خیلی بینا کمک میکردن در این کادر جهانی، خب تونستن بمونن. ولی من الان همین خبر رو اینجا به شما مهربانیاران بدم، مردم سرزمین ما اگر آنگونی که باید در این یکی دو سال آینده عمل بکنن، این نظام میره نابود میشه و جاش همین تفکرهای رنسانس فرهنگ ایران، رنسانس ایرانی و رستاخیزی که محمد رضا شاه میخواست و رستاخیزی که شهبانی بارها گفته، گفته ققنوس از خاکستر برمیخزه ملت ایران، ما آزاد میشیم. پس اینو باید داشته باشیم که نظم، حالا این نظم حاکم برجان خیلی هم خطا میکنه، اشتباه زیاد میکنه. چرا اشتباه زیاد میکنه؟ چون تو معاملات وقتی داره معامله میکنه، او براش من و تو و هزار تا و ده هزار تا و اینا زیاد مهم نیست، اون اصل قضیه براش مهمه، اصل قضیه ماندگاری، اصل قضیه مهمه، برای همین توش خیلی قربانی میشه. و این برای قربانی شدن توی این ترور پدید میاد، کار ترور پدید میاد. ترور رو محمد هم میکنه ولی تو کادر جهانی انجام نمیده، تو کادر قدرت طلبی خودش که از صحرا میخواد بیاد دنیا رو بگیره ترور میکنه. یه خانم اسم نام اسما میگه، شعر فقط میگه، میگه کی میره سریره برای من بیاره، فامیلش میره سرشو میاره، هم سرشو میذاره جلو. یک روز عبدالله به این مشکوک میشه که این پیغمبره، حالا خودش قصه داره، از در میره بیرون میگه این خائن شد به من، کی میره سرشو بیاره، میره اصلا بریز گردنش میزن گردنش از پشت سرش میاره. اینا ترورهای کوریست که در جان افتاده، ترور شاهزاده علیرضا پهلوی و ترور پرنسس لیلا پهلوی از ترورهاییست که ناجوان مردانه سرویسهای پلید و اهریمنی در جهان انجام دادن. حالا این رو چرا انجام دادن؟ کی انجام داد؟ آقا میگن معتاد بود، آقا میگن خودکشی کرد، آقا میگن قرص خورد. من پژوهش که کردم هیچ، به جای خود این عزیزان از نزدیک من میشناختم، من میدونم با خلق و خویشون آشنا بودم و هستم. در یه زمانی امکان داره من سیگار میکشیدم، من پیپ میکشیدم، من از 16 سالگیم پیپ میکشیدم، دیسکوتک تو مشهد داشتم به نام وینر وارد،
میرفتم دبیرستان، شب میومدم مینچستر مشروب میخوردم، مشروب میفروختم و وینروال در مشهد موزیک زنده داشتم، یک کلاب خصوصی 5 نفره بود. پیپ هم از اون موقع میکشم، ولی الان 20 سال پیپ نمیکشم، گذاشتم کنار. حالا اگر کسی منو همون جو از قدیم یادش باشه، ببیشه بچه هایی میشد نمیگن ها فلانی پیپ میکشید مثلا و چه که بود، یا مثلا سیگار میکشید، نه من 20 سال دیگه نمیکشم. حالا اگر یک روزی روزگاری شاهزاده علیرضا پرنسس لیلا سیگاری کشیدن کاری کردن، اون مقطعی بوده تموم شد و رفت، و بعد اون افرادی که به این عزیزان نزدیک بودن ماها میشد که نمیدیدن اینا رو، ازشون بیخبر بودن. حالا مشخصا در مورد اجازه بدید، با اینکه یاد روز عزیزم پرنس علی رضا پهلوی است، اما چون پیش از اون لیلا رو کشتن، من با لیلا که وارد مبحث میشم خیلی قضیه حل میشه. ببینید لیلای عزیز پرونده قتلش در انگلیس تقریبا تا همین 2 سال پیش 1 سال پیش در چریان بود، یعنی پرونده به عنوانی که ایشون کشته شده، و بعد شخصیت های آدم هایی خیلی معتبر در انگلستان میدونید نظام پادشاهی است، همه چیز سر اینا هست، مثل جای دیگه نیست که یارو قاضی دادستانی به چه خوردی باشه مثلا فلان باشه، نه خیلی حساب شده. پروفسور کنت هوب، ایشون پروفسوره که رئیس کمیته پژوهش قتل لیلا پهلوی. از اون طرف شما دادستان داریم که این دادستان پل کنپمن، آقای پل کنپمن دادستان در لندن و معتبر، ایشون قتل‌های بزرگ رو اینا پیگیری میکنه، این دادستان میکرد، فوت کرد، یعنی این آدم بسیار متشخصی است، استاد دانشگاه، یه شخصیتی، من قبلا عکس ایشون رو منتشر کردم. پل کنپمن ایشون میاد پزشک ویژه، چون همه باید پزشک ویژه داشته باشن، میگن جنرال، دکتر جنرال، اینجا میگن مدسن جنرال، اون پزشک رو که یک پاکستانی است، منداد اقبال اسمش، این پزشک رو میان توبیخ میکنن، بعد همین دادستان ایشون رو هم توبیخ میکنه هم مجازات میکنه. به چه جرمی؟ به جرم، گوش کنید، مهمه، از فردا وظیفه داریم هممون اینو همه جا بگیم در کوه برزن، هر کی گفت خودکشی، هر کی گفت قرص خورده، باید بزنیم تو دهنش. من کاری کردم که افراد حرفشون رو پس گرفتم، توضیح نمیدم اینجا، اعلامیه‌هاشون رو کشیدم بیرون، چون اطلاع نداره طرف، اطلاع نداره، میخواد زوده میچید بگید اصلا چه میشه. اقبال باید قرص 40 تا تجویز میکرده، چون الان هر کسی مثلا نمیدونم، دوستان من دوست دارم دیابت داره، برای دیابتش چون باید هر روز بخوره، هر دفعه که میره بهش 100 تا قرص دیابت میدن، یه بار من شاید کنی همه قرص تو میخوری، گفت مال 3 ماهه، گفت مال 3 ماهه، 100 تا به من میده برای 3 ماه، باید روزی یکی دوتاشو بخورم. متفورمین اسمش، هم متفورمین. پس اگر یک بار لیلا هم رفته 40 تا قرص گرفته، قرص بران، همه قرص میخورن، قرص اعتیادی هم نبوده، برای 1.5 ماه بوده، روزی یکی باید بخوره، یک نسخه داره. اما اشکال کار اینجا چیه؟ تو تحقیقاتی که پلیس کرده، تو تشکیلات یارو پاکستانیه، هندی پاکستانیه، انگلیسیه، یه چیز در آوردن که ایشون در عرض 6 روز در همون ماه جون، ما میگیم جوان، شما میگین جون انگلیسا، در ماه جون، در عرض 1 هفته پیش از کشته شدنش، این 200 خورده‌ای در 2 مرحله، 2 تا 200، 400 تا قرص نسخه داده بهش. پلیس میپرسه تو چطور این رو دادی، این نسخه رو دادی؟ میگه من ندادم. میگه لیلا اومده بود تو دفتر من، بعد من دیدم اینجا چشش سیاهه، من 40 تا قرص نوشتم، دیدم اینجا چشش سیاهه، گفتم خانم اینجا چشت چی شده اینا، بعد من رفتم بیرون. حالا ببین تو مطبت کجا میخوای بری بیرون، چی میخوای بری بیاری،
میگه رفتم بیرون که چیزی برم اینجا رو معاینه کنم ببینم چی شده، برگشتم دیدم لیلا نیست، فرار کرده. و 5 تا از نسخه هایم که رو میزم بود، خوب گوش کنید عزیزان من، خوب گوش کنید، 5 تا از نسخه هایی که رو میزم بود مهر خورده بود، وجود نداره. من اولین پرسش رو کردم، شما هم میکنین الان، آقای دکتر منداد اقبال چطور میشه که شما 5 تا نسخه مهر شده رو میزید از قبل حاضر میزید؟ مرد سبی کسی که نسخه از قبل مهر نمیزنه بذاره سفید اونجا. ما دیدیم، تجربه کردیم، تحقیقات پلیس هم نشون داده که نسخه های آماده برای آزمایش، مثلا آزمایش خون میخوایم بکنیم برای قندتون فلان فلان، آزمایش دیگه میخوایم بکنیم برای قلبت فلان فلان، اینا رو ما دیدیم که دکترها پزشکان میگن که نسخه آماده است رو مهر میزنه میده به یارو که دیگه ننویسه یا تو کامپیوتر پرینت نگیره. اما کسی نسخه سفید رو مهر بزنه بزنه رو میز، این دروغ میگه که برای همین توبیخ شده این مردک، توبیخ شده. و دادگاه معترفه که ایشون چند بار دروغ گفته و به مدت 2 سال ایشون بازجویی میشده. ولی خب به هر حال میدونید بایستی وکیل قوی آدم میداشت، دنبال قضیه میگرفت، کارهای تو میشوند. شوربختانه از این نظر هم برای شاهزاده علیرضا هم برای لیلای عزیزم این قضیه منتفی شد. حالا چرا نمیدونم دیگه، چون وقت ندارم، چند دقیقه میتونم صحبت کنم، میخوام بپردازم به مسئله دیگه. مسئله دیگه اینه که چقدر و چرا اینها لیلا رو میکشن و چرا بعد میان علی رضای عزیز رو میکشن؟ ترور یا میکنن ترور در سطح جهانی، بر اکادمی ها که تدریس میشه، صحبت میشه، گفته میشه، درس میدن، درس میکنن و اینا، میگن ترور معمولا 3 تا هدف داره، یعنی 3 نوع ترور ما داره. یکی ترورهای حکومتیه، مثلا تو کادر حکومتی یارو میخواد رئیس جمهور بشه، نخست وزیر بشه، وزیر بشه، میان رو کراسش میگن آقا ژاک دولور تو فرانسه میخواست 20 سال پیش رئیس جمهور بشه، نامزد بشه، رئیس اتحادیه اروپا بود. آدم بهش گفتن آقا تو خودت نامزد نمیکنی، نامزد نمیکنی. این اومد با اینکه همه میگفتن این نامزد خودش اعلام کرد، گفت من نمیکنم. خب اگه نمیکرد میزدن میزدن نکرد. اینا ترورای حکومتیه، تو تمام دنیا وجود داشته و داره. و مثلا آقای ترامپ رو خودش گفت، خواهید دید بعدا تو خاطراتش می‌نویسه، بهش گفته بودن که اگر ندی به بایدن کشته میشی، و بعدم جمهوری اسلامی که حکم قتل سر داده کشته میشی. بعد حال جوک نیست اینا، به جونش دوستان یاران، این جوک نیست، واقعیته. در همین رابطه سند رو میدن به ترامپ، میگن نگاه سندی که نخوان تو رو بکشن، بگن جمهوری اسلامی هم کشته، تو بذار برو برای بایدن، بیچاره میذاره میره. خب اینا ترورای حکومتیه. ترور نوع دوم داریم ما، برای ترسوندنه. مثلا میبینن یه موج را افتاده، آریایی ایرانی ضد دین، نقد دین، نقد دین، ضدیت ما با کسی نداره، نقد دین اینا. علمداری قضیه دکتر کوروش آریامنش هست، دکتر رضا مظلومان، دکتر خرسند ستم دیده، معاون وزارت آموزش و پرورش دکتر گنجی زمان محمد رضا شاه در پاریس. ایشون با یک روزنامه چند صفحه به نام پیام آزادگان، اون موقع نه رادیو داشت نه تلویزیون داشت، هر از چندی تو رادیو من ایشون پنج دقیقه صحبت میکرد نداره، با یک روزنامه دنیا رو گرفته. خب الان میخوان جلوگیری کنن از این که این فکری اندیشه نقد دینی و ایران آریایی و اینا پیشروی بکنه، سنجش دین تازی با اندیشه های آریایی. خب دکتر آریایی میگن که میکشن که بقیه بترسن. اما ایرانی چون همیشه معادلات جهان رو به هم زده و میزنه، معادلات به هم میزنه، یعنی میگه از خون جوانان وطن اینجاست واقعا لاله دمیده، یعنی از خون دکتر کوروش آریامنش اینقدر دیگه آریامنش روی در جهان که من دلم خیلی میخواست که میبود چون ما هفته یه بار هم میدیدیم اینقدر صحبت میگردیم از این بر اون وقت. و من در دادگاه های جیهونی همه رو شرکت کردم، حضور داشتم، خودشون قصه داره، دلم میخواست میبود و میدید از این همه این تبلوری که شما میبینید تو خونه شما تک تک تمام تک تک جهان پیام آزادگان کوروش آریامنش. من به عنوان یک شاگرد دکتر کوروش آریامنش برای همیشه این افتخار رو با خودم خواهم بود. خب این میخوان بترسونن موفق نمیشن. مثل چی؟ مثل جنگ ایران عراق، حمله میکنن به ایران چون گلوبالیست ها میخواستن با حمله به ایران تجزیه ایران آغاز بشه،
خوزستان رو میخواستن بگیرن، جای دیگه در کردستان، اونا که دید یادتونه، اونایی که سنشون قد میده یادشونه، اونایی که تاریخ میکنن، چون تاریخ الان جعلی شده، تاریخ نخونید جعلی بچه‌ها، تاریخ الان جعلی شده، بچه هاتون رو میگن تاریخ ویکی‌پدیا نخونن، تاریخ گوگل نخونن، با اینکه برای ماها خوبه ولی برای که تاریخ. فقط یک نمونه تو پرانتز میدم به مهربان یاران که توجه داشته باشید، تاریخ ما هم نابود کردن. اون چیه؟ اون اینه که بزرگترین قهرمانی که ما در تاریخ داریم که بهش افتخار میکنیم و باید قهرمان داشته باشیم، اگه قهرمان نداشته باشیم که ملت مرده هستیم، بابک خرمدین. بابک خرمدین برترین قهرمان ملی ما ایرانی هست. رضا شاه و اینا قدرت میگیرن قهرمان ملی هستن ولی شاه هم دیگه، ولی بابک یه قهرمان ملی است که کشته میشه، برای همین برترین بعد از اسلام، بعد از اسلام برترین قهرمان ملی ما. اینو میخوان از ذهنهای ما پاک کنن. بابک خرمدین خطرناکه، مثل کوروش آریامهش، مثل فرود فولادوند، اینا خطرناکه، باید پاک کنن. چیکار میکنم؟ نمونش خواهش میکنم همی الان با تلفن دستیتون بزنید گوگل، چرچ کنید بابک خرمدین. او چند صفحه اول که میاد، هرچی بابک خرمدین میاد، مال همین هنرمند نازنین و خوشتیپ ماست که چند وقت پیش باباش زد کشتش، سیده همین سادات تازی که بچه شی کشت که بره مکه، چون ضربه زده به دین مقدس اسلام و پرنسیپ اسلامی، دختر آورده تو خونه بدون ازدواج و و و همین. هر چی میزنی بابک خرمدینی میاد، رو عکس میزنی عکسای میاد، رو ویدیو میزنی ویدیوهایی میاد، روی فلان مثل اینی که یه بار با من همین کاری کرده بودن، حالا حسن عباسیش که میزنی، همین دیوید عباسی رو کاری کرده بودن یه الان هم هست هنوز، تو میزدی دیوید عباسی، یه میومد دیوید عباسی دستگیر شد در لس آنجلس، حالا قبلا گفتن حسن عباسی دستگیر شد در عراق، رفیقای خود ما پولا رو گرفته بودن میومد گفتن، یارو گفت آقای من زنگ میزنم میگم من اینجا، میگه نه این او حسن عباسی، میگه بابا خودش هم میخوای الان بهت زنگ بزنه، اونم تو تهرون نگرفتنش. ولی حالا دیدم بچه‌ها به من فرانسوی گفتن آقا تو بازداشت شدی در لس آنجلس، در آن میگفتم حالا اون لس آنجلس چه دیگه، بعد میگفتم بابا تو اینترنت که بعد نگاه کردین دیدم یه طفلی دکتر، یه پسر خیلی خوبی هم هست، حالا به هر حال این سابق به من حتی تماس گرفته بود که آقای دیوید عباسی دات کام رو بده به من، گفتم چرا بدم به تو؟ خب آخه اسم من دیوید عباسی، خب آخه اسم منم هست، اینم آیدی من، بهش نشون دادم که آقای آیدی منه، مال منه، که تو بخوای بری شکایت هم بکنی نمیتونی بگیری. حالا یه موقعی کارا رو نمیکنن، ولی یا مثلا بیوگرافی من، الان من بیوگرافی برای بقیه هم هست، شما بیوگرافی خودت داری تو فلان داری، یا بیوگرافی الان بزنی و بزنی ما هستیم، این ما هستیم رفیقمون شهرام همایون نیست، ما هستیم مال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، این بیوگرافی همه رو اونجا گذاشته، اونایی که باش کار میکنن برعکس اونجا میشه رفت آدم پیدا کرد، چون اون رو ازشون تعریف کرد، ولی ماره یک جور نوشته که با همه درگیر کنه، نوشته حسین آقای بقال گفته که، سیاوش عرستو گفته که، پرویز صیاد فلانه، لیلا فروهر فلانه، اون فلانه، اسم آورده که ما رو با همه اونایی که ما با هم دوستیم رفیقیم درگیر کنه، این بیوگرافی نوشته، یعنی این کارهای اطلاعاتی است که انجام میشه و الان هم برای بابک خرمدین گفتم بهتون کردم. خب پس بعضی وقتا ترور چجوری میشه؟ میخواد کور کنه جریان رو، میخواد دیگه طرف نباشه، میخواد شما وقتی که میزنی مثلا گنجی، حالا اکبر گنجی بیاد، منوچهر گنجی دیگه نیاد، چی کار کردی؟ این هاست که این بدلسازی ها مهمه. حالا ترور سوم کاری که کردن با علیرضای پهلوی عزیزم و لیلا، چون اینها آمده بودن تو میدون، اینا میخواستن یه کاری بکنن، از جمله این که لیلای عزیز برای میگم بهتون دیگه، چون برحال میدونید لیلا از نظر اقتصادی به خودش مستقل بود، خودش کار میکرد، این والنتینو یک مزندوموت هست، یعنی یک مانکن، تشکیلات مانکنیست، در این تشکیلات والنتینو که در پاریس و نیویورک خیلی فعاله، ایشون کار میکرد، مانکن بود، زندگی خودش خودش در میابرد، مشکل مالی هم نداشت، تو یک هتلی هم اگه زندگی میکرد، این هتل لیونارد، الان میتونید زنگ بزنید به پستی تو لندن، آمد جمهوری اسلامی اینا نوشتن شب 20,000 تا فلان دارم، 5,000 دلار فلان پول هتل میداد، گرونه گرونه شب 190 دلاره، 90 190 دلار
پولی نیست. طفلی کار میکرد، هتل هم هتلیه که چند ها. ولی لیلا پهلوی و بعدم چند سال بعد از فوت پدرش ایشون کشته شد. علیرضا چند سال بعد کشته شد. تمام این سالها اینا صبر کردن، مشکل روحی روانی نداشتن تمام این سالها. علیرضا رو هر کی هر جا میدید میخندون تمرو. شهبانوی عزیزم که الان بهش میرسم، به لری کلیمن میگن بچه من همیشه شاد بود و دیگران هم شاد میکرد. در هر جلسه که من دیدمش همه رو میخند. حتی در یک جلسه شهبانو تشریف داشتم، یک 24 نفر دیگه هم بودن. سارای طباطبایی نامزد قبلی ایشون، خانم سارا طباطبایی کنار ایشون نشسته بود، شهبانو کنارش و ما هم همه دو تا دوش نشسته بودیم، بقیه یک دی سر پا بودن. ایشون با آدامسش، فقط با آدامسش در می آورد، خودش میخورد، تعارف مامانش میکرد، اینا همه سالونو میخندون. و این در نخستین سالگرد لیلا هم بود، همیشه همینطور بود، شاد شادان و میخندید. هیچ دپرسیون مپرسیون هم نداشت. نه همه همونه گفتن چرته، یه دونه پزشک هم نایمده اینو بگه، یک دانه پزشک بیاد بگه آقای بیمار من بود، من بهش قرص میدادم برای که علیرضا پهلوی دپرسیون داشت. نه. سرکار خانم پرنسس رها دیده ور، همسر ایشون، مادر پرنسس ایریانا لیلا پهلوی، هم براش همسر بود در این تایم آخر، چند ماه اخیر زندگیش، و هم پرستارش بود که بهش میرسید از نظر قضایی، از نظر ورزشی، از هر نظری. یعنی رها دیده ور رو من و ملت ایران ازش سپاسگزاریم که پایان زندگی که ایشون داده بود به رها داده بود به علیرضا خیلی زیبا بود. ورزش کار همیشگی ایشون بود. همسایه ایشون در همون شهری که کشتنش، در همون خونه، همسایه اومده گفته که ایشون هر روز صبح میامد بیرون ورزش میکرد. همینجا پاریس که بود یه روز به من گفت من یه پوتینایی دیدم، پوتینای رضا شاه، بیاین بریم با هم برام بخرم. گفتم باشه، نه که من بخرم پولش بدم، گفت با هم بریم بخرم. من رفتم دیدم پشت شهرداری پاریس، پشت هتل دوویل، ولی بازار هتل دوویل، مغازه بزرگی است، یه مغازه دیدم. تا اومدیم پایین نه گفت اینجا خودم ایرانی هم هست، رفیق هم هست. مادرش هم میاد پیش ما. آقای دکتر نجات گفتن شانزلیزه که میاد چه کدی، مادرش هم میاد اونجا، خودش هم ایرانیه. ای گفتم آره اسمش هم اینه. تا رفتیم تو اینا گفتم پوتینا رو می‌خواستیم، ما پوتینا رضا شاه. گفت واقعا اینا رو ما به نام پوتین رضا شاه اینجا گذاشتم. طرف جنس عتیقه میفروخت و میفروشه، همه چیزاش عتیقه بود. ایشون وقتی اینا رو گرفت، حالا بگذاریم که اون رفیق نازنین حال به خاطر من و به خاطر خود شاهزاده، من معرفیش نکردم چون گفتم جای می‌رفتیم معرفی نکن، اونم نشافت که ایشون کیه. میخواست پول نگیره، به زور ما پول بهش دادیم و اینا. بعد اومد پوشید راه میرفت، میگفت به رضا شاه میاد. یعنی اون موقع که این خرید همون سیبیل رم داشت که بعدن ایشون رو چه کردن که بزنه، اون سیبیل رم داشت. و من بهش گفتم یک اوورکوت هم باید برات بخرم از این اوورکوت های رضا شاهی بپوشی، چند تا عکس بندازیم به خدا. گفت آره خیلی خوب به فلان اینا. ایشون پوتیناش هم که میبره، همون همسایه میگه حتی منم بارها میدیدم، بعضی روزا نه هر روز با هم پوتین میومد، با همون پوتینا قدم میزد. انسانی بود که زندگی رو دوست داشت، عاشق زندگی بود. کجا بره خودشو بکشه؟ من با دو تا گلوله تفنگ شکاری دو تا گلوله. آقای عباس پهلوان و نویسندگان بسیاری، برنامه‌سازان بسیاری دیگه، من اسم کسی نمیخوام بیارم چون بعضیا بعضی وقتا اینا همه گفتن آقا غیر ممکنه که با دو تا گلوله تفنگ شکاری بتونه در خودشو بکشه. از همه مهمتر، من همون موقع اعلام کردم که ما پرونده رو با آقای لری کلیمن میسپاریم به عنوان دادستان پیشین و وزیر دادگستری امریکا، یه شخصیت بسیار برجسته، که پرونده رو ایشون دنبال کرد. ولی من که صاحب خون نبودم که، ما این کاری کردیم. چندین هزار نفر اسنادش رو شبکه‌های اجتماعی هنوز موجوده، چندین هزار نفرم از این قضیه پشتیبانی کردن. و من با آقای لری کلیمن گفتم خواهش کنم این مهرورزیر بکن. و ایشون در همون روزهای نخست که مراسم در امریکا برگزار شد، رفتن به دیدن شهبانوی عزیز و من ازش خواهش کردم، گفتم تو اول میری با شهبانو صحبت میکنی، با شهبانو تشمیه برید صحبت میکنید،
و اجازه از شهبانو میگیره. ایشون میره تو همون مراسم پیش شهبانو، حالا نمیگه که من مدام اگه بخوام پران صحبت که میشه، شهبانو میفرماین اونجا که بچه من زندگی رو خیلی دوست داشت، همیشه شاد بود، چه چه، و من نمیدونم چرا این دور شد، نمیدونم چرا این دور شد، کشتارش خود. بعد لری کلیمن مطلباش منتشر شده، دوستان به لاتین بزنید میتونید مطالبشو بخونید. از اون پس دنبال یه قضیه رفت که پرونده رو بگیره، گفت آقا فلان کس رو اینجا زدن کشتن توی آمریکا در زمان کلینتون، من صاحب پروندهش بودم، این سبک تروری در در آمریکا رایج هست و و و و و اومد و خیلی مهمه که وقتی آدرس میده که کلینتون و مثلا اوباما و فلان اینا توی دموکرات هست، اینا خیلی قابل اندیشه است در رابطه اون راسته ای که مورد سوم ترور پیشگیری است، پیشگیری از خطر، که یعنی اینا خطر احساس میکردن لیلا رو، مورد سوم ترور که نگفتم، پیشگیری از خطر برای اون جریانه ها مافیاهای حاکم. چون چکمای رضا شاه رو میخواد طرف باش کنه، لیلا رو هم بهتون بگم، لیلا هم اینجا میومد پاریس، یک رستورانی هست پشت دفتر من در شانزلیزه است، یعنی دفتر ما سه تا در داره، آقای شاهین تشریف آوردن و آقای اطمینان و بعضی از دوستان میدونن دکتر عزادینا، اینجا یه در شانزلیزه است، یه در پشتش پونتیوس، یه در بایسی، این در پونتیوس شما وقتی میرفتی بیرون یه رستوران خیلی قشنگ و خوبی بود، لیلا هر موقع میومد اونجا مهمونه میداد و فکر نکنین 100 نفر 50 نفر 20، نه زیر 10 نفر همیشه، بعضی وقتا 3-4 نفر اونجا دعوت میکرد، میشستن صحبت میکرد و اینا در صحبت ها، و منم همیشه منو دعوت میکرد، همیشه، همچون که پرنسس سرایا همیشه وقتی این اواخر عمرشون تاش میبرد بشینه، چون ایشون هم با دفتر من نزدیک بود، اوینو مونتین با 66 زیزی من خیلی نزدیک بود، ایشون هم زنگ میزدن که بیا بشینیم با هم یه چای شیرینی بخوریم. خب موقع سرم خیلی واقعا شروع بود، نمیتونستم برم، ولی هر دو سه بار یه بار میافتادم خدمت فرانسیس سورایا مینشستم که بگذارم، که من یک بارم قرار یک راندووی قرار گذاشتم همون بغل دفتر خودم، دیسکوتک رژین که یکی در لندن داره، یکی در نیویورک، یکی در پاریس، خانم رژین خواننده مشهور که هنوزم زنده است، دیسکوتکش با من همسایه‌ست در اون کنار هم. من یه بار لیلا چون میخواست ببینه فرانسیس سورایا رو اون قدیما و فرهناز عزیز، این دوتا کاری کردیم، سورایا خانم رو دیدن، فرانسیس سورایا رو. از همینجا من میخوام باز یه سپاسگزاری دیگه بکنم از یکی از یاران وفادار به شهبانوی عزیزم که طی این سالا هر کس چند بعضی ها هر از چندی مجبور شدن تفلیا منشی خودشون رو عوض کنن، ولی این فرد آقای کامبیز آتوبای عزیزم سالیان سال هست که وفادار در کنار شهبانوی عزیزم هست و بهترین مدیریت رو به عنوان رئیس دفتر شهبانو داشته و همیشه مصلحت و خیر ایران و خانواده پهلوی رو در نظر داشته. من ازش واقعا سپاسگزارم. برای نشستم اونجا، فرانسیس سورایان خیلی خوشحال شد، لیلا خوشحال شد و فرهناز عزیزم که اینا هم دیگر دیدن، من خودم اصلا نبودم، یعنی من تنها گذاشتم که کارشون رو بکنن، هر سوال صحبتاشون رو بکنن، و چه خیلی هم بهشون خوش بود. خب لیلا وقتی میمد اونجا، یکی چند مورد آخر که بود، موقعی بود که دیگه خاتمی بود، هی میپرسید میگفت این خاتمی، چون لیلا به همین تقویمی که دکتر شاهین اشاره کردن خیلی علاقمند بود، تو پرانتز من هی یادم میاد میگم، خیلی علاقمند تقویم در میومد، ایشون 23 تا میگرفت و به همه دوستاش میداد، بعد به عنوان فرد ناشناس، چون خودش می‌خواست پول بده، خواهرم سارا نمی‌گیره هیچ وقت ازش، من تای میرفت بیرون می‌دیدم یه دکتر خانم توی گل می‌گوری اومد تو، آقا من از ترجمه‌تون می‌خوام چند تا، من 10 تا میگه 500 فرانک میداد، گفتم خانم بقیه‌شو بگیرین، گفت نه مگه اینجا شما مجانی نمی‌دین، گفتم چرا، گفت بس بقیه نداره دیگه، منم این کمک کردم. بعد بعدا من فهمیدم این دو سه تا البته بیشتر می‌گرفت، این 500 فرانکی رو لیلا میداد به این دکتر خانم، چون دکتر خانم رو بعدن پیداش کردم و سر خاک لیلا عزیز دیده ازش پرسیدم، چون ما اصلا چیز پول نگرفتیم و نمیگیریم، من این همه میدونم تقریبا مجانی دادیم، بعضی وقتا که میفروشیم پول چیزش هست، هزینه پستش، باری خیلی بی تقریبا براش مهم بود که داشته باشه و اینا. و حتی شهبانوی عزیزم، این من اینجا بگم، شهبانوی عزیزم در نخستین سالگرد لیلا عزیزم در سالن شهرداری هم پاریس کنار گورستان
به دکتر عبدالمجید مجیدی، رئیس وزیر اقتصاد و دارایی زمان محمد رضا شاه، در گوشی یه چیزی گفتن که بعدشون رفت پشت تریبون صحبت بکنه. وقتی رفت صحبت بکنه گفت اولیا حضرت به من فرما، من اولیا حضرت نمیگم، بگید شهبانو، ولی ایشون نقل قول میکنم، گفت البته میدونید که محمد به خودش میگفت حضرت، محمد رضا شاه به خودش گفت اعلی حضرت، اونا میگن حضرت فاطمه، شهبانو گفت اولیا حضرت. اینا نکات مهمی است در نظر داشته، ولی ما ایرانی حرف میزنیم، پارسی حرف میزنیم. بعد دکتر عبدالمجید مجیدی ایشون پشت تریبون اعلام کرد که شهبانو دستور دادن که ما یک بنیادی رو در رابطه با تحقیق و پژوهش تاریخ 7000 ساله ایران تشکیل بدیم که این بنیاد کمکی باشه به فرهنگ ایران در سطح جهان شناسایی بشه و دانشجویان هم تربیت. این فرمان ایشون داد، ایشون هم اونجا اعلام کرد اینا. ولی بعد یه مدتی اسمش عوض شد، این شد اسمش بنیاد نمیدونم چیه، پژوهش های فرهنگ ایرانی، همچی چیزی شد، اون 7000 ساله توش کشیده شد. خب پرنسس لیلا میپرسید که این روحانی دوباره میخواد انتخاب بشه یه ماه دیگه، چیه جریانش؟ گفتم نه بابا اینا دور آخرشونه. گفت انتخاب اگه شد چی؟ گفتم تو زایرم انتخاب شد تو هستی، تو ژاندار که ایران، پرنسس ایران. گفت من چیکار میتونم بکنم؟ گفتم من تو بیا تو میدان. گفت ژاندار من حاضرم 100 بار ژاندار بشم و 100 بار سوخته بشم برای ایران. در برابر ایشون و 3 نفر بودن اون روز اونجا، من گریه کردم و او خودش با شوق گفت، با ذوق گفت، با عشق گفت. گفت من راستش بخوای این ژاندار که نمیدونم تو چه جورت دهنت اومد، هر موقع که از جلو مجسمه ژاندار رد میشم، بارها اونجا عکس گرفتم بلبان مانکر اینا، همیشه فکر میکنم که ایران ما یه ژاندار کردیم، داشت چی میشد یه زن. چه خوب شد امروز واقعا که روز زن هست و ژاندار دیگه، خودش به خودش میگفت ژاندار، ژاندار، ژاندار که میشه و میخواد بشه. و از قبل اصلا خودش عشق و علاقهش لیلا پهلوی از خردسالی به گواهی همه نزدیکان، وقتی که من یادم این یکیسی تعریف کرد، میگن بهش قرآن داده بودن، گفته بودن که اینو بخون، این قرآن نحواز فلان یاد داشته باشی، میگه گذاشته بود کنار حافظ و مولوی رو در حدود همون 9 ساله 8 ساله بوده، گفته من اینو بیشتر دوست دارم. حالا کی اونو داده بود دستش؟ کار خداست، نمیدونم. از خردسالی علاقمند بود به این قضیه. و بعد چون چند زبان صحبت میکرد، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، فارسی، عربی، این زبان‌ها رو به نحو احسن صحبت میکرد و بعد خیلی راحت ترجمه میکرد خیام رو برای اینها، برای این یاران خیام رو ترجمه میکرد. کارهای زیادی داره لیلا پهلوی. شوربختانه تا کنون خرد مینوی، یعنی تز دکترای علیرضا پهلوی منتشر نشده، باید بشه. و تمام دست نوشته های لیلای پهلوی نیز بایستی به زبان های مختلف اشعار پارسی و ایرانی رو ترجمه کرده. حالا اینجا من نیرم توضیح بدم، چون فهمیدم زیاد صحبت کردم، حرفم زیاد، هنوز بخوایم بگیم تا همینجا بسته. ولی اینو اضافه کنم که لیلای عزیزم، لیلای پهلوی و علی رضا پهلوی، وقتی که میگن من میخوام چکمه رضا شاه رو بپوشم، وقتی که میگه من میخوام ژاندار که ایران بشم، این اهریمنان میان. چرا؟ چون میدونن این دوتا تو کنترل اینا نیستن. بعدم یادتون نره کنترل روانشناسی میخواد، همینجوری نیست که بگیم این نیست هست. میتونن بعضی رو تحت کنترل بگیرن. مثل که مثلا من به عنوان نمونه بگم، یه بار یه کسی اینجا تو پاریس توی کار ماهواره و اینا میخواست آنتن بگیره، اینا وقتی من رفتم لندن برای اینا مذاکره کنم، خطی چیزی اینا بگیرم براش، اینا خود اینها به من گفتن که فلانی این یارو مگه همو یارو نیست؟ گفتم چرا؟ خب یارو نمیشه کنترلش کرد، تحت کنترل قرار نمیگیره، برای همین ما به این ماهواره نمیدیم و ندادم بهش. یعنی اینم مهمه که این دوتا جانگران بودن. شاهزاده رضا پهلوی، ایشون نازنین میگه، خود ایشون گفت، میگه که علی رضا اینقدر شوخ بود، اینقدر میپرید هوا، میپرید زمین، چه میکرد که ما توی دربار اسمشو گذاشته بودیم تروریست، تروریست. ایشون خلبانی بلد بود، موزیسیان بود. و بعد از اینکه لیلای عزیز از جهان رفت، یه روز به من گفت، تو میگم کتاب زیاد نوشتی اینا؟ گفتم بله. گفت چند تا شو بده به من.
من رفتم تو عقب ماشینم داشتم چند تا بهشون دادم و ایشون بعدا با من تماس گرفت گفت کتابا من متحرکم خواستم استاد موسیقی بشم با اینکه همه ردیفای موسیقی رو بلد بود و تحصیل کرده بود مدرک گرفته بود. از اونجا ایشون مسیر تحصیلی خودش عوض کرد و رفت روی تاریخ ایران پیش از اسلام پژوهش کرد و بعد به مرحله استادی رسید. مثل که الان آقای دکتر شاهین در ابتدای فرمایشات کرد در رابطه با مسائل ایران اینا که شاید خیلی از ما نمیدونستیم، بعد صحبتای میکرد رو زبان زبانشناسی و حرفا که ما خودمون نشنیده بودیم هنوز، و به ویژه استاد احسان یار شاطر و استادای دیگه از نبوغ ایشون در همین کار میگفتن. و بعد ایشون تزی که در این رابطه نوشت، تزش اسمش هست خرد مینوی. شما باید اینو ببینید، این کتاب باید منتشر بشه. ما دستخطی از ایشون نداریم که گفته باشه منو کشته شدم از جان رفتم منو بسوزانید. و خب اینو به من گفته بود، شفاهی صحبت میکردیم وقتی که یه بار حتی صحبت شد در دفتر من که بود، همیشه بعد از 8 میومد وقتی من دفتر میبستم ایشون وارد میشد، مثل خانم گوگوش که یک بار قبل از بعد ساعت 8 داشت چون بعد 8 میومد هیچ ایرادی هم نداشت، منم خرسند بودم. ولی میخوام اینو بگم، ایشون اونجا در صحبتایی که ما با هم میداشتیم که اینو دکتر رضاییان، محمود رضاییان چیزو شنید دید ما مورد رو، میگفت که این آریامنش یه کاری که کرد برای اینکه بسوزاننش خیلی جالب بود. زیباترین کار اینه که وقتی میمیره سوخته بشه. گفتم اه شما هم چنین میخوای؟ اگه یه روز خدای نکرده بشه بعد 120 سال. گفت خیلی قشنگه. ولی ما تا کنون دست نوشته ازش ندیدیم که ایشون گفته باشه منو بسوزونید. خب یه کار زرتشتی ما هم خیلی اوستایی خواهانی هستیم، حتی خیلی خواستیم بکنیم، این کار رو نگذاشتن. اینا من بگم که در تاریخ ثبت بشه، زود سوزوندن ایشون کار درستی نبود. آقای فرهاد مهراد رو شما میشناسید، چون میدونستن که شاید اوستا خوشش میاد یه عرب مطرح بشه زودن بشه، کسی مخالفت هم نمی کنه. حالا برحال فرهاد مهراد، فرهاد خواننده گنجشک اشیمشی، به خود من گفت و خانم ایشون که من درود دارم بهش، این بانو هم خیلی خدمت کرد، پرستار فرهاد بود سالها. ایشون فرهاد وقتی اومد پاریس به من تلفن کرد که بیمارستان بود خارج مرز نمیاد، گفت من آمدم پاریس بمیرم، وقتی مردم میخوام منو بسوز. گفت تا حالا از این حرفا تو ایران نزدم نمیزدم، نمازم میگن من بخوندم، بیان بگن دروغ نگفتن. من به خاطر ایزن که دوستش دارم، قبلم به خاطر مادرم یک آدم دیگه بودم به ظاهر، ولی من میخوام وقتی که مردم منو بسوزون. ما همه کارهای سوختن ایشونو کرده بودیم اینجا، هم حتی خانومشون هم که از ایران تشریف برن اینجا با این کار موافقت کرده بود، همه کارا شده بود. اسفندیار منفرد زاده از سوئد اومد پیش من، ساعت 11 چه نشسته بودیم تو شانزلیزه، گفتم اسفند دو باید بریم پرلشس برای سوزوندن، گفت ای آره. همونجا من نشسته بودیم یا تلفن من زنگ خورد، یارو پرلاشز اون قبرستانه که رفیق من بود که هر کی قبر نمیخواد نداشت، ما باش پیدا میکردیم اونجا و که بره پرلاشز دفن میشه، زنگ زد مدیر اونجا گفت فلانی خب جسدم جنازه‌ام که رفت. گفتم کجا رفت؟ اومدم بردن. گفتم کی اومد بود؟ گفت سفاره. گفتم چطور سفاره چونده؟ گفت گفتن این شهروند ایرانیه، شناسنامه ایرانی داره. گفتم نباید میدادی، من زود فرودگاه یه بار تلفن دیدم نه سفارت تو کار نیست، من به سفارت زنگ زدم گفتم آقا این کاری کردی من آبروتونو میبرم هر مجا ده. گفتم آقا دروغه و غلط کردی و یارو بذار ما دو خطه میکنیم اینا. بعد یارو زنگ زد از پرلاشز خودش به من، گفت آقا دو نفر آمدن اینجا گفتن ما وکیلیم از طرف سفارت. گفتم کاغذاشو نگاه کردی؟ گفت نه نگاه نکردیم و دادیم جنازه رو. بعدن من فهمیدم اون دو نفر کیان، یکیشون هنوز اینجا زنده است که تو این کتاب واواکی که نوشته شد گفتن افرادی که با جمهوریشون کار میکردن اسمشون هم بود کالینا. خلاصه نذاشتن فرهاد بسوزونیم ما، با اینکه وصیت کرده بود. استاد امان منطقی، سه تا اسم دیگه بهتون میدم برای که بدونید ما خواهان مختی مردم خودشون خواهانن سوخته بشن، چون با سوختنشون میخوان توف کنن به نظام اسلامی و سادات تازی حاکم بر اینا. خودش نبرده، خودش مبارزه است، اصلا کار نداریم بعد خوبه، یه مبارزه است. امان منطقی کارگردان بزرگ سینما ایران، نویسنده، ایشون امروز ما رفتیم بیمارستان دیدنش، خواهرم، خانمم، دو سه نفر دیگه، آقای معین زاده، اینا همه هم شاهد قضیه. به من گفت فلانی فردا با دوربینت میای، من کلی حرف دارم با توی بگم و فلان فلان فلان، و میخوام از شما بگم حتما تو مدیریت کنی که منو بسوزونن. منو بسوزونن؟ گفتم یه حرفا چیه، حالا فردا میام شما رو میبینم. من اومدم
ایشون شبانه به من تلفن کرد که بگو خانمم به من زنگ بزنه، من هر چی زنگ بزنم تلفن جواب نمیده. ما زنگ زدیم به خانمشون رو باهاش گفت حالم خراب امکان داره شب برم. من گفتم نه بابا این حرفا چی خدا، ما فردا داریم میام کاری نداریم. استاد امان منطقی هم از جهان رفت. ولی مگه ما تونستیم ایشون رو بسوزونیم؟ یورکتن روی قضیه تموم شد رفت. عزیز الله بهادری ایشون هم کارگردان قدیم سینماست، بزنین اسمش آدم مهمه، یک از کارگردان بزرگ، روانش شد. از قبل خودش رو به من گفته بود. بعد خانمش وقتی که ایشون از دنیا میره به من زنگ زد رو دستگام پیغام گذاشت که ایشون از دنیا رفت، پاشو فلانی بیا که گفته بود بسوزوننش. و من لندن بودم، من لندن بودم، سعی کردم سری خودم برسونم پاریس، اومد دیدم اصلا دفنم کردنشون. آخرینی که بهتون بگم به عنوان نمونه، عباس کیارستمی، کارگردان برجسته ایران، عباس کیارستمی از تهران به من خبر دادن که با تو کار داره و کارسا. گفت من یه رفیق اونجا دارم که میشناسیش فلانی. گفتم آره صاحب سینماست، سینمادار میلیونره، رفیقش خیلی فیلماشو اون رانسه میکرد. گفت بهش زنگ بزن بگو من میخوام بیام پاریس، کار من درست کنم پاریس. گفت چش. بهش زنگ زدم گفتم فلانی میخواد بیاد پاریس. گفت تو کارو جو. گفت من هواپیمای اختصاصی خودمو میفرستم تهران، عباس کیارستمی رو بیارم. و فرستاد هواپیماش آوردن. اینجا که رسید اولین چیزی که گفت، گفت سیاوش عوستا من یک عمر زندگی کردم مجبور بودم یک چیزایی رو جلو اونا بگم، کسی تو دفتر دست نیام نبینن منو، ولی الان اومدم اینجا بمیرم و بسوزونن منو. گفت حالا اینو نمیگفتم بهت چه بود چه بود، چون من میرفتم ایران میومدم خب من، ولی عباس رم آمدن اینجا از رهبران سینما ایران اومدن. بعد چون اینو من یه کاری کرده بودم یزدان گواهه، از یونسکو من تلفن کردن گفتم اجازه نمیدن، گفتم نشون می‌خواسته سوزونده بشه، باز امیر بهانه کردن که ایشون سیتوایان ایران و شهروند ایران که هست باید بری ایران. یعنی این بزرگان، حالا فرهاد که اصلا میومد تو دفتر من کتابای قرآن سوره به سبک باسیل گرفت، فیلمش هم گرفت، اصلا برد ایران در شجاعت اینها که شکی نیست. ولی آخرین هدیه و ارمغان رو به جهان آریایی بدم اون آقای دکتر عبدالکریم سروشه. با آقای دکتر عبدالکریم سروش خیلی هم مخالفن، خیلی هم ایشون رو دوستش دارن. ولی یه نکته که خیلی مهمه اون اینه، من 23 سال پیش در امریکا، چون من عضو این مسا هستم، میدلیست فلان اینا، مال دانشگاه آریزونا، هر سال می اومدم اون موقع برای کنفرانس و سخنرانی. یه روز ایشون محبت کرده بود پای سخنرانی من نشسته بود در اونجا در آمریکا. بعدا من گفتم عجب ایشون شبیه سروشه، گفتم شما سروشی؟ گفت آره. ایشون 3-4 ساعت با من بود، دیدم همه حرفای ما رو 26 سال پیش تایید میکنه. کتابای من اونجا میفروختن این آقای خلیلی عزیز، یک قرفه های بزرگی بود اینا. پیشنهاد کرده بود یه خانمی با روسری خریده بود دستش بود، موقع تلویزیون نبود، منو نمیشناخت خانم. خانم اومد با سروش حرف بزنه، گفت من اونو اینا که از شما پرسیدم. گفت خانم اون 3 کتابی که خریدی همه جوابا توشه. یکی نشون داد، دیدم از میترا تا محمد قرآن سروده به سبک فارسی و خدا رو در خواب دیدم زار زار گریم کرد. گفت اینا رو تدار... گفتم حتما الان میگه این نوشته اینا رو ما درم از اینج خانم روسری سرشه. رختی رفت گفتم دکتر تو گفتی کتاب منو سفارش کردی دوباره. گفت خب تو خودت چرا حرفا نمیزنی؟ باشه برای من خون. گفت فلانی ما بریم ایران میایم بابا، هنوز دل بستیم به اون میهن، ما بریم یک کلمه حرفای تو بزنیم گردن ما رو میزنن. همه با شعرهای مولوی به من گفت. بعد 4 ساعت با من نشست، خیلی مهربانی کرد، خیلی صحبتهای خوب. ولی میخوام اینو بگم پایان کار، پری روز اومده دیگه، چون قبلا اومد تایید کرد که 15 سال پیش که قرآن سروده های محمده، همونی که ما نوشتیم. پریروز که دیگه اومد آقای دکتر عبدالکریم سروش که مغز متفکر و فیلسوف خمینی بود، من اون تو بحثا رو حضور داشتم اول انقلاب، من قرار بود بیام بحث بکنم روی خردگرایی آریایی، تو بحثایی که کیانوری کردن، احسان طبری کرد، همین آقای سروش کرد با مصباح یزدی و و و، من حضور داشتم با طاهر احمدزاده به عنوان اعتراض، ما جامعه جمعو ترک کردیم، اما چند ماه بعد انقلاب بود. حتی میخوام بگم از اونجا ما با آقای دکتر سروش مورد مسئله داشتیم که ایشون چیز سوگلی خمینی بود که خمینی گفت تو هر کی میخواد با من بحث کنه با بنی صدر رو سروش بحث کنه. ولی تا این حد ریزش در این نظام پلید سادات تازی حاکم بر ایران، اینها همه نوید آزادی است. من پوزش میخوام، نمیدونم مثل که باید یک ساعت صحبت میگم، دیتر شد بیشتر شد سخنم بسیاره، ولی پروانه میخوام که از مهرورزی که کردید و گوش کردید سپاسگزاری کنم و تحت امر شما هستم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر سیاوش عبستا، و دوستان اگر پرسشی هست یا دیدگاهی دارن میتونن در قسمت چت شماره 1 رو وارد بکنن و دیدگاه یا پرسششون رو مطرح بکنن. منتها من خودم یه پرسشی داشتم از شما آقای جونم، آقای دکتر عبستا، از شاهدخت فرهناز چه خبر؟ ایشون چرا هیچ جا دیده نمیشن، هیچ نامی ازشون نیست؟ به دید من البته در یک انزوای حالا یا سیاسی یا خودخواسته یا ناخواسته رفتن. شما چه دیدگاهی دارید؟ من درود دارم به فرهناز عزیزم، از راه دور میبوسمش. شوربختانه فرهناز عزیزم همچون که شاید در عکساش دیدید مدت هاست که به یک بیماری هست باش که نمیتونه اونطور که باید حاضر باشه، و کلن هم آقای دکتر مهداد عزیز رو در نظر داشته باشید که انسان ها همه مثل هم نیستن. ما البته من خیلی درود دارم برای فرهناز عزیزم، خانم بسیار نازنین و شایسته و بایسته است، ولی میدونید همیشه ما در خانواده های آریایی اوستایی از قدیم این گفته میشد، همونطور که من گفتم آقا فلان چیز بود میره تو دل شیرا برداری، مثل که حتی دانیل هم میره تو شیرا میخوان بخورنش، اوشو شیرا رو راه به خودش میکنه. میدونید خانواده، همه خانواده، من فکر میکنم اگر شما خواهر برادر دارید همین صادقه، تمام خانواده ها یک نفر یا دو نفر هست که توشون اون شارپی رو به قول شما امریکایی یا اون ذکاوت و زیرکی قوی رو داره، یعنی لیون هستن، شیر هستن، مرداب ماهی هستن، اونها همه بچه ها نمیشن. به همین خاطر مثلا در خانواده محمد رضا شاه من افتخار اینو داشتم که پرنس غلامرضا پهلوی رو باشون آشنا باشم، از نزدیک پرنسس منیژه. پرنس علی غلامرضا پهلوی خیلی آدم شایسته بود، خیلی آدم بزرگی بود، ولی رضا شاه که محمد رضا رو انتخاب میکنه چون محمد رضا یه چیز دیگه است. حالا اینجا من در این پیشگیری ترور این رو بگم بهتون، خیلی مهمه. میدونید که علی رضا پهلوی وقتی اسم رو محمد رضا شاه بهش میده به خاطر چی میده؟ به خاطر نبرد، همچون که با آخونده و اسلام و روحانیت میخواد نبرد بکنه، خودش رو به جای بزگه حسن عباسی میگه سیاوش اوستا، میگه آریامر، به جای محمد رضا، به جایی که بهش بگن حضرت، بیام ندم که میگه اعلی حضرت، اگه حضرت محمد علی رضا نام میگذاره فرزندشو به خاطر احترام به برادرش علی رضا پهلوی که همین اهریمنان کشتنش که به پای ای بندازن. و خیلی مهمه بچه‌ها، این شما هیچ کدومتون شاید نمیدونین، الان من میگم بدونید، تا همین الان حتی تا چند وقت پیش بود یکی از این آدمای خیلی بزرگ وقتی من اینو گفتم تعجب کرد، گفت نه من نمی‌دونستم. آقا فرزند شاهزاده علیرضا پهلوی که کشته شد، من باهاش مصاحبه کردم، دوست من پاتریک علی پهلوی، وقتی که من شروع کردم با ایشون مصاحبه کردن یک عده حرامزاده، یه حرامزاده که همه جا هستن، اینا یه جنجال رو انداختن که سیاوش اوستا می‌خواد اینو شاه کنه، بدونی که به اولین مصاحبه ما گوش بکنن، و بعد جنجال رو انداختن که تفلی رو فراری دادن. مثل که یه بارم خانم آذر شیوار رو بودیم رو صحنه که کار بکنن، داشتن می کردن یه دو کلمه این حرامزاده حرف دادن، خانم رفت. پاتریک علی پهلوی رو من باش مصاحبه کردم، در مجلس سنا بردم ایش سخنرانی کرد، و که برنامه‌ای داشتیم در راه آزادی ایران، ولی نه که بخواد شاه بشه، چرا؟ چون من مصاحبه کردم باش، بذارم فارسی و فرانسوی موجوده برین گوش کنید. سه مورد رو من ازش پرسیدم. یکی از این سه مورد این بود که آیا پدر تو رو محمد رضا شاه کش؟ گفت نه اصلا. میگه اصلا نه. و بعد میگه خودش مشخصا میگه استعماری کاری کرد که بندازی به پایه. چرا؟ چون استعمار اینو میدید که اگر شاه از بین میرفت اون جانشینش میشد، و اون رو اونا میشناختن که اون روحیه آریایی داره، روحیه رضاشاهی داره، روحیه رضاشاهی داره، باید نابود بشه، هست بشه. علی رضا روحیه نادرشاهی رضاشاهی داره، باید هست بشه. لیلا پهلوی میخواد جامدار بشه، روحیه رضاشاهی داره، باید هست بشه. اینا قبلا استعمار جهانی لگدهای خودشون از خاندان پهلوی خوردن. چه لگدهای خوردن؟ الان به شما میگم، اینم خیلی مهمه بدونید بچا، دوستان اساتید، همه دوستان اینجا اساتید هستن، ولی ما به چای میشد همش میگیم به چا.
این نکته خیلی مهمه آقای اطمینان مخنده. عرض کنم خدمتتون که این نکته بسیار مهمه که بدانیم مهربانیاران عزیزم. رضا شاه هم یک شبه که رضا شاه نمیشه که. رضا شاه از سرباز و سرباز قزاق صفر شروع میکنه، میر پنج میشه و بعد همینجور سپهبد میشه و رضا خان میشه و حتی شاه میشه. تازه میخواد رئیس جمهور بشه شاه میشه. عکسش رو یکی آورده بود از این آدم محترم، یه دوستش دارم ولی خب خیلی مشهورم است، آدم گفت آقا تو این رضا شاه اینقدر تعریف میکنی، این رضا شاه اینقدر دربون فرانسه سفارت بود، گفتم مرد حسابی اون موقع که درمون بود تو خودت آفتابه به دست شهردار مشهد بودی، تو خودت یاد رفتی که بودی، خب موقع بچه بودی تو، آدم رشد میکنه از توش یه همه مادرش که رضا شاه به دنیا نمیاد. متوجه میشین این نکته است. رضا شاه وقتی میخواد قدرت رو به دست بگیره یک بازی های سیاسی باید بکنه با این اونسا ماچوبوس های باید بکنه، آدم پیرامت خول باشه دست خودش رو کنه، که در طول تاریخ سرداران بزرگ ما که خواستن یک کاری بکنن مجبور شدن ساختن با یه حرمزاده ها در بخشی. حالا هم دقیقاً مسئله همینه. اون ولی علیرضا که کشتنش، مثل همین علیرضا دیگه که کشتنش، اینها اینو استعمار چون تجربه رضا خان رو داره که اومده شاه شده پدرشون رو درآورده، محمد رضا شاه شاه شده پدرشون رو درآورده. محمد رضا شاه هم اوایل که شاه شده که فروغی میاد ایشونو میاره، که هنوز اون موقعی که نمیگه من ترتیب شما رو میدم نفت بهتون نمیدم، نه اینا نیست که، حتی میره به استالین میگه آقای استالین سلام علیکم حال شما خوب، تو کنفرانس تهران میگه ما تفنگ مفنگ نداریم، اسلحه مسته یکم به ما اسلحه بدید تفنگ داشته باشیم ارتش ما قوی بشه، خیلی خوبه که، میگه من تا 40 سال با شما کار ندارم، تا 40 سال برو هر کاری بخوای بکن، یعنی اصلا جدی که بخوای برو تفنگات بگیر تا 40 سال کار، این خود محمد رضا شاه میگه، سخن خود شاه. خب بعدن هست که محمد رضا شاه وقتی مقتدر میشه، وقتی که ژاندارم منطقه میشه با افتخار بگین ما قدرت، من به تلویزیون روسیه گفتم ما با افتخار میگیم که ما پلیس منطقه بودیم، ژاندارم منطقه بودیم، قدرت داشتیم، با قدرت بعد اونجاست که در برابر اونها وای میسته. حالا مسئله همین عزیز من، مسئله همینه که این دوتا فرق میکردن. فرهناز عزیزم بسیار خانم مثل شهبانو، شما در نظر بگیرید شهبانو که من از 30 سال پیش اعلام کردم که ایشون اصلا الان مردم همم قبول شده، الان ایشون کار خودشم خوب میکنه، انتقادی نیست، کارای بسیار خوب میکنه، با همین کار تلویزیونی که ایشون تقویت کرده همین بهترین کار رو داره میکنه، این تلویزیون این همه رپورتاجا که ساخته شده ببینن مردم، همین جوی که آفرید، جوی که آفریده شد دوباره عشق مردم به خاندان پهلوی زیاد شد، دو تاست، یکی کشته شدن لیلا و علیرضا پهلوی که خون اینها موجب شد که خاندان پهلوی رو زنده بکنه، خود شهبانو گفته ما هم پخش کردیم برای هست میتونید ببینید، من اون موقع یادمه من خودم با فریده خانم وقتی که چیزی میخرید از این فروشگاه گندم در چهار قدمی خونش بود میخواست بره خونش، تو راه عینک میزد دودینا، ما با هم صحبت میکردیم میگفت مردم با من میومدن حال اول میگردن همون قدم، گفت به کسی نگی من کیم، گفتم چرا اجازه، گفت نگی من که اینا فوش میدن اینا، و واقعا همینطور بود اون موقع، شما یادتون نیست نمیدونید، شهبانوی عزیزم میگه برید گوش کنید، میگه حتی افرادی که برای ما کار میکردن، یعنی وزیر بوده یا شهردار بوده یا فلان بوده فلان بوده، به نسبت بعضی شهردارا میگه اینا حتی وقتی ما رو تو شانزلیزه ور خیابون تو خیابون ویکتوریا ور خیابون میدیدن از این ور میرفتن که حتی ما اگه سلام میگم جاسوسا من چون میترسیدم، ولی ققنوس شد لیلا و علیرضا، خانواده پهلوی رو ببین شهبانو عزیز آورد بالا، و بعدم شهبانو با این مصاحبه و رپورتاجایی که توسط همین تلویزیونی که اینا رو پخش کرد انجام دادن تا این سالا تقویت مالی کردن این کار کردن، خب جو عوض شد، همونی شد که دیگه شما الان همه میدید. سپاسگزارم از شما سپاس از شما آقای دکتر عبدالستا باربود گرامی، یک لپور آقای من نمیشنوید باربود جان، خب گویا در دسترس نیستم. خب استاد نژاد اگر شما سخنیتون دیگه، ما به انتهای نشست داریم کم کم میرسیم، شما بفرمایید استاد نژاد گویان در پیشگاهش. بسیار سپاسگزارم از دکتر سیاوش اوستا که خیلی از دیده ها و شنیده هاشو
با ما در میون گذاشت، خیلی دم گرمی داره جناب اوستا، و وقتی سخن از شاهزادگان پهلوی میشه وسطشون مطالب دیگه به میان میاد، یادی از کوروش آریامنش میشه، از این ور از اون ور، و آدم نمیدونه زمان چجوری میگذره، خیلی سریع میگذره. یکی از دوستان پیامی داده بود و یادآوری کرده بود یکی از خدمات سیاوش اوستای گرامی رو، و اون این است که مسئله پیوند زناشویی آریایی ایرانی رو راه انداخت. خب عقد اسلامی که در ابتذال شکی نیست و دیگه امروز کمتر کسی است که بدونه چقدر شرم‌آوره مطالبی که در یک عقد یا نکاح اسلامی گفته میشه، و ما یک رسمی داریم به نام گواهگیری که مراسم زناشویی است، پیوند ازدواج در آیین زرتشتی. حالا میان این با توجه به محدودیت هایی که هست، اشخاصی هستن که نمیخوان الزاماً پیوند آیینی از نوع زرتشت داشته باشن، یا دست و بالشون بسته است یا درون ایران هستن و میخوان به صورت نمادین یک پیوند زناشویی آریایی داشته باشن، با سخنان زبان ایرانی، با رویکرد و جهان‌نگری ایرانی، و بدور از اون ابتذال اسلامی و نکاح که تو این چند صد سال در ایران جاری بوده. دکتر اوستا این جریان رو راه انداخت، متن‌ها رو نوشت، کار رو انجام داد و در اختیار دیگران هم قرار داد. یعنی امروز شما اگر در استرالیا باشید، در نیوزلند، در برزیل باشید، در فلان شهرستان در ایران باشید، در نمیدونم فلان منطقه کردنشین در سوریه باشی، میتوانی این روش پیوند زناشویی انجام بدی و بری به شهرداری شهری که هستی ثبت دولتی هم بکنی که کاملا رسمی باشه. اینم من یادم نبود، این هموطن یادآوری کرد و بسیار بسیار یادآوری درستی بود. مرداد جان فکر کنم یکی دو تا پرسش هست، اگر که هست پرسش ها مطرح کن، روی یوتیوب هم یه نگاهی بکنیم که اگه دوستان چیزی پرسیدن از دکتر اوستا بپرسید. خواهش میکنم. بله من نگاه میکنم، البته پوزشم بخوام چون من با گوشیم هستم، اینجا اینترنت قطع شده، اینه که نتونستم به خوبی روی یوتیوب هم مسلط باشم. برحال همینجوری که شما گفتید از این ازدواج آریایی، خوشبختانه دوستان ما در جنبش رنسانس در درون ایران هم همین کار رو دارن انجام میدن و زحمت این کار و فرهنگسازی این کار رو دارن میکشن. باربو جان پرسش داشت که خواستم خودش یک زده بود عنوان بکنه، پاسخ نداد، اما یه نوشته ای هم گذاشته بود که من چند تا پرسش نوشته بود که من اینو به جای باربو جان از دکتر اوستا خواهم پرسید. نوشته بودن دلیل کشته شدن این شاهزادگان چه بود؟ آیا می ترسیدم که اونها جانشین خوبی برای ولیعهد باشند؟ در مورد شادی پهلوی بگویید. و نوشتن دقیقا به جای، حالا اون چیزی که ایشون نوشتن من می خونم، دقیقا به جای این ولیعهد غیر مقتدر، آیا کسی از فرزندان شاه وجود دارد که بتواند جانشین این ولیعهد بشود و آقای مقتدری باشد؟ این پرسش خوب شد که همه رو واضح گفت. بله آقای اطمینان. دکتر مرداد سپاسگزارم. به آقای مهربانیار نازنینم میرسونم که مثل خیلی ها، یعنی مثل 1400 سال که از علل بدبختی و بیچارگی ما هست، برنامه تلویزیونی من داره پخش میشه از ماهواره، یا میدونم 18 تا تلفن میشه، بعدن که اینا رو گوش میکنم اینا وسط برنامه یا روز زنگ زده آقا چه برنامه خوبی داری میری فلان، منم بدون تعارف رو در مون به چمشدم، بدون تعارف به همه اینا زنگ زدم، میگم عزیزم قربونت برم من دارم صحبت میکنم، تو صدای منم میاد تو تلویزیون، تو نمیذاری صحبت من با تو تموم بشه، زنگ میزنی از من تعریف میکنی، تشکر تا چی من تشکر میکنی گوش نکردی؟ خیلی اینجوری هستن. یادتون نره خانم آذر شیوا میگفت که من شوخ طبع و تند خشم هستم، برای همین طنزم دوست دارم من خیلی طنز. حالا این دوست عزیز من قربونت برم پاسخی تو رو دادم، تو اگه بری این برنامه رو
ریپلی بزنی گوش کنی ببینی که پاسخ شما رو دادم من. اما در مورد اون نامی که گفتی نمیدونم چیه پهلوی، تو فازها من وارد نمیشم. اما نکته دیگه که کلی میخوام بهتون بگم اون این بوده، من ایرم جواب دادم نگرفتی. گفتم پادشاهی رو، سلحشوری رو در طول تاریخ ما، دانیال رو گفتم حتی میرفتن از تو دل شیر برمیداشتن این تاج. حالا یکی ما گفت آقا نمیخوایم بریم. مگه دفعه اولش تازه میگه تفلی آدم صادق شما ندیدید؟ ایشون 30 سال پیش، حالا ایرم بگم دیگه، یه کادو بدم به شما اساتید فرهیخته و مهربان، بعدم شاید نمیخواستم بگم ولی از شاهزاده عذر میخوام و میگم که بدونید، شما هم بدونید اینو، گوش کسی که سالگردی گوش کن و پراکنده کن. حدود 30 سال پیش بود وقتی که آقای ژاک شیراک اینجا رئیس جمهور بود، خانم مریم رجوی هم دستگیر کردن، میخواستن به ایران تحویل بدن، من مداخله کردم و کاری کردم، بعد یه ایده خودشون میسوزوندن اینا، مداخله کردم و کاری کردم که خانم رجوی رو آزاد کرد. با شیراک مستقیم صحبت کردم، گفتم این نیکولا سرکوزی کاری کرده، معامله کرده و میخواد رئیس جمهور بشه، در آینده هم میبینی که میشه نامزد میشه علیه تو، تو این کارو نکن، تو درسته بونه این کار، اینا رو تو نمیشناسی، من میشناسم، الان خودش آتیش زده، فردا میان الیزر آتیش میزنن به عراق. شیراک هم محبت کرد، یه بار دیگه هم شیراک به من محبت کرد. بچهای آقای فرود فولادمند رفته بودن چانزلیزو بالا، آرک دو تریومف رو گرفته بودن، شبانه اینا میخواستن با تیر بزنن، به شهبانو زنگ میزنن که خانم هواداران پادشاه اینجا رو گرفتن، شما اینا رو بیان پایین و اگر ما با تیر میزنیم میکشیمشون. رفتن طاق نصرت رو، اون سرباز گمنام بالا رفته بودن، خودشون آویزون کرده بودن، فیلمش هست برید ببینید. شعبانو میفرمایند که اینا هوادار ما نیستن، یا میگه اینا با سیاوش اوستا بگید. بعد یه 11-12 شب بود، از دفتر رئیس جمهور فرانسه موقعم جا کشور بود، من زنگ زدن که آقا بیا اینجا. فرم گفتم برو بابا من خوابم، خدا آقا رئیس جمهور اینا. گفتم اول که تو رئیس جمهور نیستی، درستانی هم هر چی هست. گفت بچه ها میزنن با تیر. گفتم اگه با تیر کسی رو بزنین فردا هم بابا طرف و قطع کردم و خدافزی کردم. خدا صبح ساعت 8 میام سر کار. فردا صبح ساعت 8 که رفتم سر کار، دیدم بچه اونجا آویزونن، تو شانزلیزه من میخواستم برم. حالا کار تا رسیدم تو دفترم اینا تحت نظر داشتن، فوری اومدن منو گذاشتن تو ماشین، مثل سابق داشتم ماشین ضد گوگل و محافظ، ما رو بردن اونجا که این بچه ها الان خیلی هاشون هستن، خانم روزیتا از جمله اونجا فرمانده عملیات رو داشت طرف مهربانیات فرود فولادمند، این بچه ها رو ما آوردیم پایین. و خلاصه بعدم ها شرط کردم، گفتم اینا جرم مرتکب شدن، آثار باستانی رفتن بالا، زندانی دارن، من بیه شرط میارمشون پایین، باید آمدن پایین برن خونه هاشون آلمان و انگلیس، بازداشتشون نکنید. فوری بیاستن سوگن ابله بیشرف کامنه و نظام پلید جمهوری اسلامی یاد بگیرید. بعد دوستان مهربان به یزدان سوگند، تلفنی من با اینا در حال مذاکره بودم، افرادشون اونجا بودن ولی اونایی که باید تصمیم گرفتن به من گفتن دیوید عباسی سه اوکی. گفتن سه اوکی، همونی که تو میگی، بیاد پایین، ما اینا کارشون نداریم. حالا بگذاریم، کاری کردم اومدم پایین، آوردمشون تو دفتر شانزیزه، قضا باشون خوشون خوردم، خدا شاهده حتی بعضی ها شب بازداشت کرده بودن اونا که پایین میگرفتن فیلم و اینا، همه اینا رو آزاد کردن. یک ساعت هم که سال یه دقیقه مزاهم کسی نشدن رفتن. حالا چی بودی قضیه؟ یهود المهد میخواست بیاد پاریس امروز بره گل بذاره سر قبر سرباز گلنام، اینا تفریق فولادوند تحریک کرده بودن که کار بکنه که بگه سفیر روسیه بیاد اینجا سفیر. گفتم به فولادوند تلفنی با هم صحبت کردیم، گفت فرمانده عملیات تو هستی، روزیتا عظیم فرمانده. گفتم نه آقا جان، من قاسم من صاحب کن. گفتم اگه فرانسه میتونه انگلیس و چی روسیه رو بیاره اینجا که سفیر با تو حرف بزنه، سفیر اینجا تو خونه خودش مرد حسابی، تو بعد میرفتی سفارت روسیه رو میگرفتی. حالا بگذاریم این اتفاق، بچه آزاد شدن رفتن، اینا هستن الان، من درود دارم به این سلحشوران قهرمان ها، دستشون رو میبوسم از اون بالا که من دیدم رزرزی که دارم مدن. حالا مجاهدین گفتم، فرود فولادمند گفتم، شاهزاده رضا پهلوی رو میگم. همون سالا شاهزاده رضا پهلوی در فرانسه ممنوع سخن بود، یعنی همچنان که شیراک یک اعلامیه داده بود، جورنال افیسیه رسمن نشریه مجاهد خلق ممنوعه در فرانسه اعلام شده بود و اینا رو گرفته بودن اینا، شاهزاده رضا پهلوی اجازه برگزاری کنفرانس سخنرانی اینا تو فرانسه نداشت. در چنین شرایطی
من در سنای فرانسه همونطور که برای پاتریک علی پهلوی بعدن گذاشتم سخنرانی، همونطور که برای خیلی دیگه گذاشتم تو این سالها، برای شما یه سخنرانی ترتیب دادم که قرار بود اون موقع در ماه فوریه، فبرای میگید شما، برگزار بشه. وقتی که همه کارا رو کرده بودم، اینا می‌خواستیم اعلامیه در بیارم با خود سناتورای فرانسوی و فلان و اینا، فرانسه در جریان، فرانسه نمی‌کرد، من می‌کردم. و وقتی من می‌کردم، برای که می‌خواستم سنا رو بگیرم، بایستی دو تا سناتور منو تایید می‌کردن. من تایید دو تا سناتور داشتم، دولت فرانسه کار نمی‌کرد، سیاوش عوستا می‌کرد. همه کارا رو کردیم، فاکس و اون موقع فاکس بود، هنوز ایمیل نبود اون موقع. فاکس نزدیم، بعد دیگه من خواستم اعلامیه در بیارم، هم پایانی گفتم یه زنگ بزنم به شاهزاده اوکی شو بگم، نکنه خوده نکردی مریض شده باشه، سفری باشه اینا. زنگ زدم جواب نداد، ایمیل زدم جواب نداد. صبح که اومدم دفتر دیدم جواب نیومده، چهار خط نوشتم، گفتم شاهزاده تا یک ساعت دیگه اگر شما پاسخ ندید، کنفرانس شما سخنرانیتون در سنای فرانسه ملغا اعلام میشه، نیست دیگه، باید دستور بدید، اوکی بدید، با فکس هم بفرستید که من امضای شما رو داشته باشم که میخوام در بیارم، فرد اتفاق نیفته، حیثیت سیاوش عوستا از بین نره، دولت فرانسه نیست، منم. من این فکس تا رفت، ایشون مهربانی کردن، یک کسی از دفتر ایشون به من تلفن کرد، خودشون نبودن، اون فردم محترمه، درود دارم بهش، میشناسم، گفت آقا این پس هفت تا بلیت فرست کلاس بفرستید و فلان اینا. گفتم هفت تا بلیت چی فرق داره؟ گفتم من باید بدم، من بیام 30000 تا پول فرست کلاس ندارم بدم، مگه فرانسه نیست؟ گفتم از روز اول گفتم که نیست. بعدن به هر حال میخوام اینو به شما بگم، خوب گوش کنید، سیاوش بشکری روان شاد روزنامه در میورد اون موقع، این موارد دیگه هم نوشت. بعد اون موقع سیاوش بشیری با شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنه روی قضیه، شاهزاده میگه ببین سیاوش بشیری، تو 6 تا دیگه هم عکس میخوای من برات میفرستم، عکس بچه‌م روشونامو چاپ کن، اشکالی نداره، ولی من ترجیح میدم که راحت برم خونه، بیام بیرون، بچه‌م ببرم مدرسه، تا اینکه بخوام برای کسایی کار بکنم که پدر من از اینجا رفت براش اشک نریختم، پدر بزرگ من گذاشتن تو کشتی کسی عکس نریخت. یک چنین چیزی رو به سیاوش بشیری گفت اون موقع که خیلی مهم بود، حالا نمیخوام از من بحث کنم، که این شاهزاده هم طفلی جریان اینه، یعنی شاید معادلات رو میدونه، مثلا معادلات میدونه، شاید ارتش خودن آقا شاهی ما نمیذاریم، باید مبارزه کرد، باید مبارزه کرد، تحمیل کرد. اگه الان ما خودمون رو تحمیل نکنیم با فرهنگ و تمدن و اندیشه و پایداری خودمون، هی گول بخوریم، بترسیم بگیم 7000 سال تمدن داریم، الان خیلی هم بترسن، از چی بترسه؟ استعمار در خونه چه؟ میترسه بگه سعودات تازی، درود بر شعبانو که تاریخ 1400 سال میذاره کنار، درود بر شعبانو عزیزم، دست شما چی میکنم، در خدمتتون هستم اگه پرسی چی هست. سپاسگزارم از شما، دیگه پرسشی مطرح نشده و خدمتتون عرض بکنم که حالا خودتون اگر قسمت چتروم هم نگاه بکنید، یک همراهی برای شما نوشتن که قبلا در سال 2003 شما رو دیدند و میخوان دوباره باهاتون ارتباط بگیرند. به هر روی سپاسگزارم. استاد نژاد اگر دکتر من نمیتونم، آقایی هست به نام سیاوش، بله، حالا من پیام ایشون رو برای شما خواهم فرستاد حتما. اون اینه که صدای من هست، یه نکته بگم، اون اینه برای همه مهربانی که میخوان منو ببینن، من در خدمتتون هستم عزیزان من، مهربانیتون سپاسگزارم. ولی میدونید الان مدتی است در شانزلیزه، مثل سابق 1900 که من محافظ داشتم و ماشین زد و گلو غیره و غیره، الان کسی میخواد بیاد اونجا منو ببینه، باید یه روز قبل قرار بگیره، یک من در 66 شانزلیزه هستم همچنان، ولی باید، ولی مثل سابق نیست که شهرفنگ درش باباش همه بیان تو، یک باید از قبل قرار بگیره، دومی که وقتی از قبل قرار میگیره هویت اصلیشه، بایستی به مامور اونجا گاردای ما اینا بده که ببینیم کیه چیه میخواد بیاد. بعدم یادتون نره ترسی وجود نداره، الان با این وضعی که تو ایران راه افتاده که شیخ و آخوند و مولا و بچه شیخ و پاسدار و همه دیگه دارن فاتحه نظام میخونن، اگر کسی در جایی گفت من اسم مستعار میدم، من فلانم، اینا همه چرت و پرت اطلاعاتی هم، ایران هم قاطع به شما هم میگم که کار سیاسی میکنه و به همه هر کی آقا اینجا ما کنترل میشیم اسم ما فلان، آقا ببینید در ایران سلحشوران آریایی چیکار میکنن، یه دختر خانومیه
به نام سارا جهانبخش. ببینین چه کاره میکنین تو ایران، بچه دیگر که میگیرن هر روز. تا شما ها قدرت و شجاعت و شهامتی نداشته باشین که سینه سپر کنین، ایران آزاد نمیشه. حالا تاکید میکنم سیاوش عزیز ازش سپاسگزارم. من همچنان در 66 شانزلیزه هستم، اما اگر کسی باید رو در رو منو ببینه یک روز قبل قرار میگذاره، کارش باید کار باشه و هویتش رو بایستی هویت اصلیش داده بشه. سپاسگزارم، در خدمتتون هستم. مرتضی جون خواهش میکنم. آقای دکتر اوستا اگه مهر بفرمایید آدرس ایمیلتون یا آدرسی که باید باهاتون ارتباط بگیرن اگه دوست دارید اینجا اعلام بکنید، چون دوستان با شما خودشون پیوند میگیرن. پس من مهدا جون، من آدرسام اصلا مخفی نیست. شما ببینید سیاوش اوستا اصلا آدرساش مخفی نیست. شما زنگ بزنید روی گوگل بزنید سیاوش اوستا به فارسی یا دیوید عباسی به لاتین بنویسید، هم آدرس میده هم تلفن میده، اصلا همونجا کلیک میکنید شماره منم میگیره. حالا من اگه شماره رو گرفت باید پیغام بذارید، نه که فکر کنه شماره بگم از صحبت بگم. مهرازی وقتی میزنن، ولی ایمیل منم باز با اینکه اونجا هست، ایمیلی که خصوصی است و میبینم، ولی میگم ها اگه کار برای یک سری کارهای چیزی باشه، چون بچه ها میخونن زیاد میاد در روز به من میدن. میدونید که مثلا آقای شاهین نژاد، خود شما مرتضی عزیز، آقای دکتر و دیگران، علی جان، همه شما خودتون در روز چقدر ایمیل دارین؟ من الان نسبت به فیسبوک که حدود 30-40 تا صفحه داریم، اینستاگرام صفحات زیاد، جای دیگه، همینا که من نمیتونم بخونم. این پیام اگه بیاد، ایمیل بیاد، اگه بدونن که یک خطر جانی چیزیه، من میتونم به کسی خدمت بکنم و عمل میکنم. اما اگه از این طرح‌ها و گروه سازی‌ها و فلان اینا هست، اصلا خودشون زحمت ندن برن روی کار روشنگری و سایت‌های ما رو کنترل کنن. حالا اوستا با دبلیو، avesta@avesta.net این ایمیل منه، avesta@avesta.net. حالا روی تلگرام، اینستاگرام، تمام شبکه‌های جهانی، تمام کارهای ما هست avesta7000. یعنی شما یه ات بذارید avesta7000 که بذارید، تلگرام های ما رو به دست خواهید آورد، اینستاگرام ما رو، همه جا، همه اینجا هم پیام بدین. اگه پیامتون، فرمایشتون، کاری باشه که من بتونم خدمتی بکنم از نوع خدماتی که عرض کردم، خانم مریم رجبی، فرود فولادوند، من در خدمتتون هستم. اما پیام های زیادی میاد که مثلا دوستان میخوان به ما طرح بدن، نظریه بدن. یه جوکی هم بگم آخر سر خیلی قشنگه، چون ما باید روشنگری داشته باشیم. تیمسار منیعی رئیس دفتر شاهزاده رضا پهلوی در پاریس، ایشون یه روز اومدن دفتر من، روانش شد، ایشون رئیس ژاندارمری ایران بودن، اینا اومدن پیش من گفتن آقا من از شاهزاده ناراحتم. گفتم چرا ناراحتی؟ حتی من رئیس دفترشون نیستم، با ایشون هیچ چیزی هم ندارم، ولی چرا ناراحتی؟ گفت آقا دیگه تلفن من جواب نمیده، فلان نمیده، فلان نمیده، فلان. گفتم میخوای من بهت بگم چرا؟ گفت آره. گفتم نگاه، به ایشون چیزی نگفتم، آ از طرف خودم جوابتو میدم تیمسار، نری بگه که رضا پهلوی جواب من داد. گفت نه به نظر شما چرا؟ گفتم آها. گفتم شما وقتی که گزارش ها اینا به عنوان رئیس دفتر به ایشون میدادی، هر روز کارو میکردی، هفته یه بار، سال یه بار، ماهی بار میدیدی، پیشنهادات خودت، نظریات خودت که میدادی که دیگه، آره؟ گفت بله بله، اصلا من اینقدر حرف میزدم، پیشنهاد میگردم که ایشون میذارن فرش بدم میرم. گفتم تیمسار اشکال کارت همینه، شما همتون الان وقتی رضا پهلوی رو میبینید، جزئی که نظر بهش بدید، هیچ کار دیگه ندارید، همتون میخوان به اون نظر بدید، پیشنهاد بدید که اون کارو بکن، این کارو بکن. آقا رهبری میگه بکن، تو باید بکنی، رهبری باید وجود داشته باشه، رهبری بس اون شورای خودش حالا داره، حالا تو دوست داری نداری، من دوست دارم ندارم، من موافقم یا مخالفم، اون جای خودش، اون شورای خودش داره، با شورای خودش مشورت میکنه، کارایی میکنه. حالا هر کسی به جون شما، من خیلی جور برخورد دارم، یعنی اکثر فکس ها، ایمیل ها در روز میاد آقا شما به شهبانو اینو بگو، آقا شما به رز... آقا مگه من رئیس دفتر اینا مثلا خود ایشون عرض کردم آقا کامبیز آقا بای تشریف دارن، خیلی کارشون رو خوب انجام میدن، آقا تو رو مادر من در حال فلان هست، ما در فلان جا یه بای بای کردیم، به خدا قسم شوخی نمی کنم، میگه من بای بای کردم، عکسمو گرفتم، شهبانو اومده بوده شهر ما، این الان ما نمیتونی بکنیم. یا خیلی از اینا که الان مخالف رضا پهلوی شدن، اینا اوایل که اومدن ما با چه مشقت اینا رو از عراق اینا آوردیم اینجا خارج، حالا بیاره و اینا فکر میکردن الان میان یک دفتر تشکیلات اینا، چون اگه چهار کلمه حرف زده الان یک چند میلیون دلار پول داره رضا پهلوی به اینا بده و شهبانو به اینا بده و تشکیلات. من مخالفم اینه که این موارد هم باید مد نظر داشته باشید عزیزان من، که این موارد بسیار مهمه.
تیم سارمانی نباشید که همه تونه میخواید نظر اوشون خودش میدونه چه کار باید بکنه. رضا پهلوی، رضا پهلوی و بچه شاه بوده، رضا پهلوی تو اینقدر آقا ایشون اومد 30 خورده سال پیش گفت علی شریعتی هم معلم انقلاب بود. 30 خورده سال پیش من همین کتابی که دکتر شاهین نژاد فرمودم اون موقع حالت دو تا مقاله بود 10-15 صفحه کامل نبود، برایشون فرستادم گفتم شما میای از علی شریعتی تعریف می‌کنی شما ایشون معلم انقلاب نگفتیه. در مورد علیرضا اینجور حرفا فرق میکنه تا اینکه بخوای در مورد شاهزاده علیرضا پهلوی ایشون گفت که چند ساعت پس ایشون 2:30 شب از جهان رفت، 2:30 شب ایشون صبحش اینجا اعلامیه داد اسم خودش و دخترش موقع فرح عزیزم میبوسمش، فرح عزیزم کوچولو بود 5-6 سالش بود، همه هم گذاشت که آقا بخشی از جامعه ایران مثل جامعه جهانی دیوانن و روانی هن و برادر من رو خودکشی کرد. من گفتم آقا مگه تو من حضور داشتی که خودکشی کرد یا به تو تلفن کرد گفت من خودکشی کنم؟ در هر دو موردش من اینو گفتم. بعد بعضی اومدن شایعه کردن که آقا سیاوش اوستا گفته رضا پهلوی برادرش کشته. من اینو پرسیدم گفتم شما اشتباه کردی اعلامیه رو دادی، یعنی تو میدونستی میخواسته خودکشی کنه جلوگیری به پلیس زنگ نزدی؟ من 10 بار در پاریس جلوگیری کردم از خودکشی افراد بزرگی، شما باید اقدام میکردی. دو کجا و کی میدونستی که میخواد خودکشی بکنه؟ فوری و اعلامیه رو برداشت از تو صفحش، تو اعلامیه الان همه هم میگن استناد ولی بعد پیشنهاد وقتی اینه آره، ولی این پیشنهاد تو صحبتایی که خاله زنکم و پسر جوون هنوز بلد نیست بنویسه مسئولین رو چی جور می‌نویسن، میخواد به رضا پهلوی نظر بده که آقا تو بیا ایران آزاد کن. به نظر من پوزش میخوام که به درازا میکشه ولی خب لازم هست. خواهش میکنم، خواهش میکنم استاد نجات گویان پیشگاه شما. ممنونم. من این طرح پرسش رو بکنم چون حیف الان دکتر اوستا اینجاست از آگاهیش در این مورد بهره نگیرید. الان آریا هم داره اونجا شلوغ میکنه. دکتر آریا اومده به همه شما درود بفرسته. دکتر نجات من وسط حرفتون یه چیزی بگم، این آریا پسرم مثل من میخوابه، مثل من بیدار میشه و شما همه رو میشناسه، یعنی به جان تو یادشه تو اینجا بودی با گلپا اینا همه رو و بچه ها رو میشناسه. دکتر که ما رفتیم خدمتش آلمان دختر خانم رهناش عروس کرده، آریا ماشاءالله مثل شما هست زینه، الان از اون وقتم اینجا بود شنید آفره. پایان کاره فقط اومد برای که به شما درود بفرسته. آفرین هوش و حافظش پدرش از قول من ببوسینش لطفا. قربونت برم، سپاسگزارم دکتر، همیشه به یاد شما هست، شما خانمت دختر خانمای قشنگت خوبه، سپاسگزارم. آقای اطمینان هم که دیگه باز دوباره باید یک سری چیز بشه. از مشهد هم که میدونید داریم آقای دکتر شاهین اردشیر عزیزم. به به بسیار عالی. ببخشید پوزش میخوام. خواهش میکنم عرض کنم خدمتتون که دو نفر دیگری که در پاریس حضور داشتن از خانواده پهلوی، یکی زنده یاد شهریار شفیق که هنگامی که ترور شد به گمان مطمئن نیستم فکر کنم هنوز پاریس شاید و چون هم اوایل بود و بعد خواهر دلاورش آزاده شفیق، دوتا خواهرزاده های پادشاه فقید که خب آزاده سالهای طولانی تری موند، هر دو خیلی فعال بودن، یکی کشته شد و یکی ظاهرا با بیماری درگذشت. آزاده یه جریانی هم داشت که برج ایفل رو رفته بودن با پرچم شیر و خورشید اشغال کرده بودن و آویزون شده بودن و بعد خیلی به ترکیه میرفت و خیلی به نظامیان فراری از ایران کمک کرد. به هر حال از این دو هر دو اگر چیزی میدونید دکتر جان با ما در میون بذارید، ببینید من میدونم خیلی از همیهنان اصلا در رابطه با آزاده شفیق نمیدون، حالا در مورد باز زنده یاد شهریار شفیق عکسای دیدن و مطالبی شنیدن، ولی اگر چیزی الان تو ذهنتون هست با ما در میون بذارید، به عنوان حسن ختام سپاسگزار میشم. آقای دکتر شاهین بسیار سپاسگزارم چون منو خرسند کردی و روان اید و بزرگ نازنین زن و مرد رو شاد کردی که در این روز بزرگ با اساتیدی مثل شما که همه تون فرهیخته و اندیشمند هستید، یادتون نره شما اندیشمندید دانشمند نیستید، اندیشمند هستید،
یاد اینها. من آزاده عزیز رو که خب میشناختم، مثل لیلا و علیرضا باهاش در پیوند بودم، با خواهرش من سارا خیلی رفیق بود و رفت آمد داشت، سارا به خونهشون میرفت میومد، ولی من هرگز نرفتم به خونهشون، ولی با هم در تماس بودیم. و آزاده آقای دکتر شاهین و مهربان یاران من، آزاده شفیق و شهریار عزیز، این دوتا درست مثل لیلا بودن و علیرضا، دوتا دلاور، دوتا سلحشور، دوتا قهرمان. شهریار شفیق وقتی که میره پیش شاه، شاه میگه که من به این امیدوارم میتونه ما رو به ایران این برگردونه. شهریار شفیق جونش رو گذاشت رو این قضیه، کشتنش. چرا؟ چون خطر بود براش. آزاده شفیق، اینها، اینم تو پرانتز بگم تو تاریخ بمونه، چون مثل خیلی چیزای دیگه که گفتم، کشته شدن علیرضا بزرگ، برادر محمد رضا، توسط استعمار بود نه توسط برادرش، اینه هیچ کس نمیدونست، شما هم حتی نمیدونستین اگه مصاحبه منو با علی پهلوی گوش نکرده بودید. پاتریک عزیزم که درود دارم به پاتریک، اینم که خواهم بهتون بگم خیلی مهمه عزیزان من، نازنین های من، مربوط میشه به پرنسس اشرف پهلوی. اینم به شما قبلش بگم، پرنسس اشرف پهلوی دو تا شاهد هنوز زندن در پاریس، بارها به میگفت من بهش تلفن کنم و من نمیکردم تلفن، تا اینکه یه بار زنگ زدم، اون سال قدیم زنگ زدم، گفت تو چرا ما تلفن نمیکنی؟ گفتم، گفت لااقل کاری از دستم برمیاد داد انجام بدم فلان. گفتم خواهش کنم، نه مرسی. گفت نه من میخوام کمکی بهت بکنم از نظر مالی. گفتم خیلی ممنونم، کمک نمیخوام، نه یک قرون ازشون نگیرم. گفت میخوام کتابات بخرم. گفتم شما آدرستون رو من دارم، ولی آدرس پستیتون بدین، من همه کتابو براتون میفرستم هدیه، پول نمیخوام ازتون. براشون فرستادم، بعد ایشون برای من یک تقدیر، یک نامه نوشتون، نامش برای من خیلی ارزشمنده. ولی میخوام اینو بگم دکتر شاهین نژاد و بقیه یاران خوب گوش کنید، شایعاتی در رابطه با این پرنسس بزرگ آریایی پخش کرده بودن، چون خود اشرف هم از دلاورهایی بود مثل رضا شاه، اونم از تبار رضا شاه بود، مثل رضا شاه بود، همزاد بود با شاه. میدونید که بهروز وثوقی مدت 6 ماه برای من کار میکرد، یعنی 3 ماه تمرین و 3 ماه اجرای رستم دیگر، اسفندیار دیگر، با 20 نفر مثل اسفندیار و منفردزاده، ملک جهان خزایی و غیره. سرمایه‌گذاری بزرگی موقع کردم، چون رستم دیگر، اسفندیار دیگر، یک مبارزه علیه روحانیت بود با نام فردوسی، و رستم اونجا به جایی که بکشه کشته میشه توسط اسفندیار. برای اینکه کار مهمی بود، من زندگیم رو بخشی شما رو اون کار گذاشتم، بهروز وثوقی در چیز من بود. اون موقع والا حضرت میگن، من میگم پرنسس اشرف پهلوی به من تلفن کرد، گفت این مثل که پیش تویه. گفتم آره. گفت میشه ازت یه خواهش کنم؟ گفتم ام بفهم. گفت بهش بگو که تو الان رادیو داری، اون موقع رادیو داشت، بیاد با تو بشینه مصاحبه کنه و تمام این دروغا و جعلیاتی که با رابطه من با اون مطرح شده رو تکذیب کنه. گفتم اطاعت میشه. بعد حالا بگذاریم، بدون شوخی میگم، بعد گفتم پرنسس ببخشید من میتونم یه سوالی بکنم؟ گفاره بگو. گفتم یعنی واقعا شما چیز نداشتین بایش؟ اونک نداشتم، دروغ همش. گفتم خدا منم الان گفتین، شوکه شدم. حالا پس بهش من میگم فردا که من بروز زنده است، هنوز زنده است، میتونه خودش بیاد بگه. بروز وثوقی فردا که دیدمش بهش نگفتم که پرنسس اشرف تلفن کرده و اینا، بهش گفتم بهروز تورمون که شروع میشه تو یه راننده داری، چون کاروان داشتیم 4-5 تا اینا تو این، بعد میرفتن تو اروپا اجرا میکردن. گفتم که تو یه کاروان داری مال خودته تک و تنها. گفت من یه راننده ام که گفتم میخوام. گفتم آفرین، برات یه راننده ام گرفتم، یه راننده خودت تک تنها داری اونجا میخوابی استراحت. گفت خیلی من برو ما چیکار. فرداش که میخواستیم حرکت کنیم، دوستان اینها بسیار زیباست، شنیدنش بسیار زیباست، می‌خواستیم حرکت کنیم، قرار شد حرکت کنیم. اون موقع هم باز من 2-3 تا بیزنس داشتم تو شانزلیزه، از جمله یک رستوران که رو همین کار باختمش. تو اون رستوران که جمع شده بودیم اینا، بهش گفتم بهروز اون ماشین توئه، برو سوار شو، راننده میاد الان بغلت میشه. این تا رفت سوار شد، راننده‌ای که رفت بغلش نشست، رئیس موتورخانه اشرف پهلوی بود، اسمش هم میگم آقای حسینی عزیزم، دوست نازنینم، درود دارم بهش، به خانوادهش. آقای حسینی در پاریس یه سوپرمارکت داشت. وقتی این اتفاق افتاد من مطرح کردم، خودش به من پیشنهاد کرد که تو این تور بیاد کار کنه، و منم گفتم به روز میخوای رانندگیشو بکنی؟ گفت آره.
من اون موقع رئیس موتورخونه بودم، تمام ماشینای والازاد اشرف دست من بوده. والازاد اشرف هم بنزی که داد به بهروز سوخی من بردم بهش دادم، بنز و پول بهش میداد، ولی از این خبرایی که میگه نبوده، بهش میرسید، پول میداد بهش، ماشین هم بهش میداد، ولی اینا که میگن نبود. گفتم اگه تا این بهروز نشست بغل حسینی رو دید یو آها چون خوب حال احوال کرد و دو دقیقه نگذشته بود اومد پایین، گفت ایره چرا با من گذاشتی؟ گفتم چطور؟ مگه نمیشناسیش؟ گفت چرا اینا؟ گفتم آقای حسینی. گفت چرا اینا؟ گفتم همه دروغات به منم گفته، خود تو مطمئن به خود بود تکذیب کنه قبل از حرکت من با تکذیب کرد. خلاصه به روز وسوقی که آقا رابطه جنسی با چون پرنسس هم میس الان دیگه اشرف رفت روان شاد، این دلاوری که خیلی تا آخرین لحظه برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی نفس کشید و غیره، این را لازم بود که من اینجا عرض بکنم که در تاریخ بمونه که تمام اینها هم در مورد اشرف دروغ بود که گفتن، تا الان هم همه جای دنیا پراکنده شده. درست چون آقای شاهین نژاد از علی شریعتی گفت، درست مثل دکترای علی شریعتی که میگن دکترای جامعه شناسی گرفته، ولی یک چیز خوردی نوشته بود، خوردی یعنی کوچک، به نام فضائل برق 56 تا اسم عربی رو به فرانسه ترجمه کرده بود، اینو به عنوان معمار، تازه تزم نبود، به دکترام نرسیده بود. ما هم گفت دکتر علی شریعتی. در خدمتتون هستم پوزش. خیلی ممنونم از شما دکتر سیاوش عبدالستا. برای دوستان دیگه پرسشی ندارن، دیدگاهی هم ندارن، زمان ما هم دیگه حدوداً 25 دقیقه بیشتر از زمان رسمی به درازا کشید. برحال شیرین گفتاری و حقیقت گفتاری شما مجذوبمون کرد آقای دکتر عبدالستا. آقای دکتر نژاد بفرمید، خواهش میکنم دیگه اگر سخن پایانی هست و جنبندی. ممنون، سخن خاصی نیست، خیلی سپاسگزارم مرداد جان و سپاس ویژه از دکتر عبدالستای گرامی که همیشه بدون هیچ اگر و مگری آگاهیشو زمانشو توانشو در اختیار هموطنان و ایرانگرایان قرار میده. از دوستانی که در یوتیوب هم همراه بودن سپاسگزاریم و روز و شب همگی خوش.